از اسماه زیبایش سلام است. درود و مهر بر شما ای عزیزان مونس و ای بهترین همدمان من. درود و سلام گفتن یگانه واژه است که می توانیم نثارتان نماییم. آسوده صمیم هستم با برنامه دیگری از مزرعه شعر و فرهنگ از تلویزیون جهانی سهیل تیوی و افغانستان یو اس ای انترنشنال تیوی باز هم آمدیم تا به این بهانه دوباره در بگشاییم و از آن وارد باغ با صفای عشقتان گردیم. شما دوستان خوب و با وقارم که یادتان در لحظه لحظه عمرم با من است و در سطر سطر خاطراتم جا دارید. می دانید که همیشه در صفحه دفتر دلم شما را ورق می زنم و می خوانم و با همه مهرورزی هایتان در آشیانه قلبم که مستحکم به خود لانه ای ساخته اید. همین است که بر شما مهربانانم می اندیشم و با این اندیشه باز هم حضور شما نخبگان و بیننده های والاگهر حضور می یابم و گل دسته های از صحت را از خداوند برایتان در نخست آرزو می کنم. تن عزیزتان آماج غمها نگردد و باغ دلهایتان سبز از عطوفت و مهر. امروز آسوده با مهمان نهایت عزیز و گرامی در حضور شما قرار می گیرد که مهمان عزیز خدا دعوت می کنم که از اتاق فرمان که با ما اینا را یک جا بسازن. محترم جنرال جمال ناصر صدیقی، یک تن از شخصیت های نخبه سرزمین ما، معین وزارت داخله و همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی و یک شخصیت بزرگ معنوی ما. عرض سلام و ارادت با شما برادر محترم صدیقی صاحب گرامی، خوش آمدین. سلام و عرض ادب دارم خدمت خانم برازنده، خانم صمیم و بینندگان نهایت گرامی. به نام پروردگار عالم و خالق یکتا سلام و درود بر همه شنوندگان عزیز خود در کره خاکی یا زمینی پهناور. بسیار آمدن شما را در استدیوی تلویزیون جهانی سهیل تیوی و افغانستان یو اس ای انترنشنال تیوی خوش آمد میگیم. واقعا خرسند هستم که امروز شما واره یک شخصیت بزرگ خدا با خود داریم و مطمئنن این برنامه یک برنامه بسیار زیبا و جالب و شنیدنی میباشه و تمام بیننده های عزیز ما تا پایان برنامه ما را همراهی میکنن. با وجود که صدیقی صاحب محترم شما کسی هستین که تمام افغانای عزیز و همزبانای ما آل با شما کاملا آشنایی دارن و به تمام معنا شما را میشناسن، اما باز هم اگر دوست دارین در مورد خود کم صحبت کنین خوش میشه. ممنون از محبت شما. ما قسمی که شما فرمودین جمال ناصر صدیقی هستم. اگر ما کمالتر بگیم جمال عبدالناصر صدیقی، چون کوتاه ساختیم نام خود را. قبلا در افغانستان در ولایت تخار متولد شدیم، تعلیمات ابتدایی خود را در کابل، بعدا در حربی شونزه، حربی پانتون، مؤسسات نظامی و اکادمی و مستری خود در علوم نظامی در شوروی سابق، مستری دوم خود در حقوق علوم سیاسی
وظایف مختلف را در نهادهای امنیتی افغانستان اجرا کردیم و همچنان در بیزنس و تجارت و ایگپا هم مصروف بودیم در زمانهایی که در حکومت نبودیم. در زمان آقای کرزی وظیفه معاون وزیر داخله در پست‌های مختلف و مهمیت‌های مختلف وظیفه اجرا کردیم. ممنون از محبت. بسیار خوب، بسیار خوب. واقعا که شما کسی هستین که تعداد زیادی از هموطنهای عزیز ما با شما سخت ارادت دارن و برنامه های جالب را که شما دارین از طریق رسانه ها و از طریق صفحات بسیار بزرگ همیشه تعقیب میکنن و تعقیب میکنم شخصا خودم. و واقعا که عرف هایی را که شما در اوجا بیان میکنین یا در مورد صحبت میکنین و همون معلومات ما میافزاین که از این همه زحمت هایی که شما متقبل میشین من ممنون و سپاسگزار هستم. خب دوست دارم که اول در مورد وطن خودم صحبت بکنم، بعدا آیسته آیسته صحبت ها را میاریم امقسم به سطح جهان. باز میشه که ما شما یک گفتمان است، فقط یک بسیار یک برنامه دوستانه و صمیمانه و که مثل که یک خواهر و برادر با هم نشسته صحبت میکنن، اما تو بسیار به شکل نمیخوایم که زیاد رسمی بسازی میشه، به شکل عامیانه صحبت میکنیم. میخوایم که ذهنیت بدیم با هموطنهای عزیز ما، ببینیم که در وطن ما چی جریان داره و در جهان چی جریان داره. چون شما شخصی هستین که مطالعه زیاد دارین، شخصی هستین که شما خود رساندین به مو جایگاهی که معلومات را که ارائه میکنین همش معلومات بسیار دقیق میباشه و تا الحال هر چی که در مورد هر موضوعی که شما صحبت کردین او به حقیقت پیوسته. و ما هم دوست دارم که بیاییم سر وطن خود آغاز بکنیم که امیال از دیدگاه شما در وطن ما چی جریان داره. محترم صدیقی صاحب بزرگوار. تشکر. افغانستان قبلا در صحبت های خود در مطبوعات گفتیم که در جغرافیایی که ما زندگی میکنیم، جغرافیایی که توسط جنگ و خشونت اداره شد و کشوری ما هم در این جغرافیا افغانستان از موقعیت داره و تمام پروژه ها در افغانستان در جریان هست. ما سر از این رو صحبت میکنیم، برای آینده صحبت میکنیم، بیشتر همه گیستا خبر هستن. پروژه های استخباراتی هست متاسفانه. خود استخبارات ها و اردوها اینا ابزاری تطبیقی بازی های سیاسی و یا اهداف سیاسی هستند. این اهداف سیاسی یک به دو قسمت تقسیم میشه، یکی مدیریت همون منطقه و جغرافیا و جهان، دیگر غارت ثروت از اون منطقه یا تقسیم ثروت. اگر عادلانه بگوید، اگر نرم بگوید تقسیم ثروت، اگر چیزی که حقیقت داره بگوید غارت ثروت از اون منطقه به هر شکلی. این حقیقت هست. افغانستان امروز درگیری بازی های استخباراتی هست متاسفانه، که در این استخبارات منطقه و استخبارات جهان دخیل هستند. اینا با هم تفاهم کامل دارن، بلکه در تضاد نیستند، بلکه در مخالفت با هم نیستند. برای ما اینا وانمود میکنن که در مخالفت هستند، چون اینا پشت اهداف بسیار بزرگ و استراتژیک میگردن و تطبیق کننده و یا ابزار تطبیقی پروژه های سیاسی اهداف بزرگ هستند. این رقم برتون بگم، بنابراین اینا با هم هماهنگی کامل دارن. بسیار ساده برتون بگم، چی استخبارات ایران باشد، چی استخبارات پاکستان باشد، چی استخبارات همسایه های ما باشد، چی استخبارات انگلیس باشد، استخبارات امریکا و دیگر کشورهای منطقه، همه با همه به حساب شریک هستند در بازی های بزرگ و دستور میگیرن چه قسمی برنامه ریزی میکنن، چه قسمی پروژه ها را تطبیق میکنن. آها، واقعا که در افغانستان عزیز ما صدیقی صاحب محترم
طبعا که دست استخبارات کار میکنه و کشورهای غربی در اوج 100% دخیل هستند. دیدگاه شما در این قسمت میخوایم بفهمم که شما چی دیدگاهی دارین بین انگلیس و امریکا در موضوعات امروزی افغانستان؟ دیدگاه شما چی است که آیا اردو یک قسم اهداف و مرام و مقاصد خود دارن در او سرزمین یا چی قسم تفاوت دارن، اگر دارن چی است؟ اهداف کلان خو در منطقه که توسطی گردانندگان جهان یا توسطی استراتژی های پنهان ترسیم میشه، بعد این استراتژی ها بنام های مختلف و کشورهای مختلف توضیح میشه، همه از این سرنخش یک جای است و واضح هست که کشورها هم در زمین از این بازی های استخباراتی در شریک هستن، داخل هستن، منافع خاص خود را هم اینا چی میکنن اینجا تعقیب میکنن و منافع آفیز منافع خاص خود هم هستن در این چوکات کلان، اینا منافع خاص خود را تعقیب میکنن و او را کوشش میکنن که به دست بیارن. حالا آمدیم سوال مطلق شما که در مورد امریکا و انگلیس، اینا استخباراتی از اینا با هم کار میکنن کاملا در خصوص در مورد منطقه و افغانستان که شما نشانه گرفتین، کاملا یکی هستن و با هم هماهنگ هستن و کار میکنن. هیچ کدام تفاوت ندارن، هر دو عین مرام و مقصد واقعا که دارن. خب دقیقا که امی قسم است. پس راه های بیرون رفت از این مشکلات امروزی افغانستان شما در چی میبینید؟ اول بین یک تصویری قبلا در صحبت ها گفتیم، یک تصویر بیتیم اول که افغانستان کدام سمت سوروان است و به زود که برای آینده چی کرده میکنه. افغانستان طرفی متاسفانه طرفی یک جنگ داخلی روان هست و این جنگ داخلی بازو کسی که من قبلا در برنامه کنیم بازوگور داعش از شمال افغانستان شروع میشه، بعد گروه های کوچکی که قبلا در جنگ های داخلی افغانستان دخیل بودن، من نام نمیگیرم، این گروه ها هم دخیل میشن. خب این گروه ها هم دخیل میشن به انواع مختلف. یک قسمت از این گروه ها گروه های هستن که هماهنگ با داعش کار خواهند کرد، قضایا همونطور نشان میتن و اینا. یک قسمت دیگهش در مخالفت با طالب و داعش عمل خواهد کردن، باز هم اینا همه و همه بستر جنگ داخلی و بستر ظهوری ناگهانی داعش در افغانستان و جغرافیا مساعد میشن. گپ دومی که بسیار مهم است در افغانستان، اهدافی را که دنبال میکنن آسیای میانه هستن و آسیای میانه مکمل از این به شکل بسیار بزرگ متضرر خواهد شد. شما فکر میکنین که داعش و طالب اینا دو گروه متفاوت هستن یا ای که پس دوباره امی خود طالب به حساب به اسم داعش میاره در افغانستان یک تعداد از اونا را، یا احساس میکنین که نه بیخی گروه جداگانه است، انسانهای دیگه است که اونا به مقسم تنظیم شدن که باید داخل خاک افغانستان شوند؟ متاسفانه در کشورهایی که مثل افغانستان، کشورهایی که فعلا کشور ثروتمند است، بسیار ثروتمند است افغانستان، دقیقا، ولی در فقر نگاه داشته شده کاملا، کشورهایی که در فقر هستند فعلا، بستر اساسی سربازگیری و خشونت فقر است. بله. مردم که فقیر بودن با اندکی پول، با اندکی بسترسازی برای یک درآمدی بسیار پایین، اونا از اون طرف سمت سو میگیرن و میروند. اینا ناگهانه میروند به خاطر امرار حیات خود میروند.
حتی اگر بعضی گروه های طالبا یا افرادی که در طالبی بروز هستن پردا بروند طرف داعش، اینا ناگهانه میروند چون بستر برشان مثل ازی که بستر دریا را مساید بسازین آب امو طرف میره، بستر جوی را مساید بسازین آب امو طرف میره، اینا ناگهانه میرند به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان خواهند رفت. من نمیتونم که بگویم مشخص بسازم کی میره کی نمیره، یه خب بعد سخت است برای من هم، ولی در چوکات کلان که ما میبینیم این بازی های استخباراتی کشور ما را طرف یک بحران بسیار عمیق سوق داده روانه است که باز هم افراد جامعه ما در مجموع چی آگاهانه چی ناآگاهانه اینا ابزار خشونت برای انتقال خشونت به آسیای میانه خواهند. هدف اساسی ای کسانی که مثلا اگر ما گرداننده های جهان اسم بگذاریم یا ابرقدرت های دنیا بگوییم ایشانه، هدف اساسی از اینا تنها خود امی ذخایر کشور ما هست یا ای که دست یافتن در تمام آسیای میانه؟ خب طبعا که واضح است که اردوی ازی در نظر دارن اردوی ازی، اما می خواهیم دیدگاه شما را داشته باشم چون مطالعه شما در این بخش ها زیادتر است و شما می تانین که معلومات زیادتر برای هموطنای عزیز ما بتین، که هدف این برنامه ما فقط امیست که ملت ما آگاه شوه از همه چیز. گردانندگان جهان اضافه اگر من مبالغه رو نمی کنم به هیچ صورت به شرط که برای درک بکنن اضافه از 1500 سال 2000 سال بشه که اینا تسلط کامل دارن بر جهان. خب اول تسلط بر تمام ماورا و کائنات از خالق یکتاست، حضرت حق از پروردگار عالم است. اینا من حیث بشر تسلط کامل دارن در اقتصاد، در سیاست، در به حساب مطبوعات، در همه چیز، در همه عرصه ها اینا تسلط کامل بر تمام کشور ها. خب یک دو چرا این کارها را بیکنن سوال کردیم. هدف اساسی گردانندگان جهان است که هیچ وقتی بشریت بر علیه از اینا قرار نگیرن. اینا چون جهان را اداره میکنن به همین شکل دوام داشته باشن. به خاطر اینکه شما بشریت در مقابل از اینا قرار نگیریم، شما را باید دقیقاً از هر بود، از چهار بود شما را کنترل بود. خب آلی آمدیم که اینا جهان را یکی مدیریت جهان و مدیریت بشریت است، دیگه باز همون غارت منابع است. یا بردن منابع است. این منابع ثروت هست دیگه، منابع اقتصادی هست. قبل از اینکه اینا کنترل، به خاطر کنترل کردن ما اولین کاری که کردن از بشریت معنویت را اینا رو بودن. بله. خب زمانی که معنویت را از شما، از انسان ها، از بشریت رو بودن، با یک تعداد افرادی که هیچ معنویت نداره اینا را آوردن در عریقه سیاست و قدرت. اونا فارغ از معنویت هستن، این سیاستمدارا هستن که مدیریت کشورها را به عهده دارن و ابزار و وسیله تطبیق برنامه های بزرگی امو گردانندگان جهان هستن که پس رفت میگیره به بود دوگر شما را مدیریت میکنن و ثروت شما را اونا میبرن. این در چوکات بسیار کلان جهانی من خواستم به چند کلمه عرض بکنه و کلمه ساده و البته که باید بسیار مطالعه کرد، بسیار تاریخ فهمید، بسیار موضوعات تحقیق کرد که به اینجا برسید. موضوع دومی که شما گفتید که چرا این کار را بکنن، به خاطر کنترل بیشتری بشریت. اینا مطبوعات کاملا در کنترل دارن، اقتصاد کاملا در کنترل دارن، فارماسی را کاملا در کنترل دارن، اردوها را یا دولتها را، گردانندگان را، اینا را در کنترل دارن که ابزار و ابزاری کنترل ما هست.
خب نمیشه که مستقیم خودشان کنترل بکنن، یعنی بیاین بالای سر اینا توسط از دولت ها و نیادها، توسط نیادهای اقتصادی، کمی بانک ها و غیره و غیره، سرمایه گذاری های بزرگ است، توسط مطبوعات، توسط ادویه که آن شما دیدیم که ادویه آله به تکنولوژی تبدیل شده، توسط تکنولوژی، توسط سیاست و توسط باورها یا عقاید یا دین و مذهب، خب ما را کنترل میکنن، بشریت را کنترل میکنن. اینا اولین کاری که هدفشان است که ترس، اینا ترس دارن از خودشان. خب مثل که یک شاه یک کشور یا رئیس جمهور یک کشور، من نمیخوام امپراتور یک کشور، زمانی که ترس از نابودی خود داشته باشه زیادتر کنترل را میکنه، زیادتر به انسان‌های از جامعه اعتماد نمیکنه، افراد خود را نصب میکنه، زیادتر نیادهای استخباراتی خود را تقویه میکنه، محابس خود را پر میکنه، سارنوالی خود را تقویه میکنه، یعنی ارگان‌هایی که انسان‌ها را کنترل میکنه و زجر میده او را زیادتر تقویه میکنه، همون دیکتاتور. همین در سطح بزرگتر شما فکر. خب موضوع دومی که شما سوال کردین که ما چی کنیم، یعنی افغان‌ها چی بکنن؟ بله از این مزیقه برایم. قبل از اینکه من برای افغانستان بروم، یک دو تا مثال از اروپا میخوایم خدمت شما عرض بکنم. شما آگاهی دارین که همیشه ما شرقی ها را میگن شما در قرون وسطا زندگی میکنید. بله. شنیدین دیگه ایره از اروپایی ها و از امریکایی ها. بله. قرون وسطا ما زندگی نمیکنیم. قرون وسطا حاصله دست و پرورش خود اروپایی ها بودن که در قرون وسطا زندگی میکردن و قرون وسطا را اونا بالای خود نامگذاری کردن. در اصلی که اروپا در قرن وسطا یا قرون وسطا زندگی میکرد، جهالت و عقب ماندگی حاکم بود، در جغرافیای ما تمدن موج میزد. واقعا موج میزد. بله بله، بلخ مهد تمدن دنیا بود او زمان. بله، امال بلاد یا مادرشان مهد پیشرفت، تمدن، آگاهی، جهان ما بودیم. بله. بنان در اروپا در قرن وسطا که قرن 15 و 16 میلادی میشه، به اندازه جهالت بود، به اندازه جهالت بود که به اندازه ظلم و استبداد و وحشیگری بیداد بکرد که نامش قرون وسطا ماندن و تا به حال یاد میشه. بله. در اون زمان کلیسا حکومت میکرد در اروپا. زمانی که کلیسا در اروپا حکومت میکرد، مثل که حال مذهب شیعه و سنی و دیگه مذاهب در داخل اسلام به وجود آمده و هست، در اون زمان کلیسای کاتولیک در ابتدا بود، بعد از بطن کلیسای کاتولیک کلیسای پروتستان انشاب کرد و من حیث یک مذهب به حساب ظهور کرد. زمانی کلیسای پروتستان ظهور کرد، کلیسای کاتولیک به خدا به خاطر که قدرت خود را حفظ کرده باشه در تمام جوامع اروپایی، جنگ ها را برای انداختن به نام جنگ های 30 ساله یاد میشه. در 30 سال جنگی که بین کلیسای کاتولیک و پروتستانت شده، در حالی که شیعه و سنی هیچ وقت 30 سال جنگ نکرده بین خود، شما ببینید که اینا سفره میرن از بسیار بسیار نواقصی خود که ما کمتر آگاهی داریم. در این جنگ 30 ساله در حدود 5 تا 7 میلیون انسان کشته شد از کلیسای کاتولیک و پروتستانت. خب در جریان این جنگ ها در قرن 15 میلادی جنبشی به نام جنبشی رنسانس، شنیدین رنسانس؟ بله. دوران رنسانس. جنبشی به نام جنبشی رنسانس در قرن 15 میلادی از شهر فلورانس ایتالیا ظهور کرد. خب این جنبش 300 سال دوام کرد در اروپا. این جنبش 300 ساله سببی آمدن حکومت های سکولار شد. بله. خب این جنبشی اول کلمه رنسانس کلمه فرانسوی هست خدمت را عرض بکنیم که به نام بازتولد یا دوباره زاییده شدن معنا میده و این سبب انقلاب علمی، فرهنگی و هنری در اروپا شد.
که سبب ترقی و تمدن شد. سه اصلی عمده سببی از این شد که کلیسا یا دین جای خود را بده به حکومت های سیکولار یا تسلیم شود به حکومت های سیکولار. یک، همین تقابل علم با کلیسا بود. بله. چون علم پیشرفت کرد، جنبش رنسانس انقلاب علمی را به وجود آورد. این سبب از این شد که یکی از دلایلش که کلیسا در مقابل علم قرار گرفت و نتانست استدلال علمی داشته باشد. بله. یک. دو، جنگ داخلی بین کلیسای پروتستان و کاتولیک سبب کشته شدن در حدود 5 تا 7 میلیون انسان شد که این نفرت مردم را نسبت به کلیسا بیشتر ساخت. خب حالی که گروه هایی که در جغرافیه ما شما جنگ میکنن نه؟ خب این برای اسلام درست؟ در اون وقت در اروپا گپ سوم، کلیسا چی کاتولیک چی پروتستان احساس کردن که دیگه اعتبارنامهش از دست میده، اعتمادش نسبت به مردم از دست میده و تقدسشان زیر سوال میره. این سه اصل باعث شد که به حکومت های سیکولار نواگذار شدن. خب سیکولاریزم تعریف های مختلف داشته، فیلسوف های مختلفی را تعریف کرده، تاریخچه مختلف داره، نمیریم خیلی طولانی هست، من نمیتونم که چندین کتاب را در اینجا مورد بحث قرار بدیم. همین که کلیسا از دولت جدا شد یا سیاست جدا ساختن کلیسا را یا دین را سیاست جدا ساختن، نام شماندن سیکولاریزم که در اولین بار کلمه سیکولاریزم در 1846 توسط جورج هالی هوک به حساب ابداع شد. بعد دانشمندا یا فیلسوفان مانند اسپینوزا، جان لاک، مونتسکیو، هیوم، آدم سمیت و ژان ژاک روسو به حساب فیلسوف فرانسوی ژان ژاک روسو توسط از اینا سیکولاریزم تعریف های مختلف خود گرفت و بعد توضیحات زیادی از این هست که از هر فیلسوف کتاب های مختلفی مانده که باید تو مطالعه شوه، سر زده شوه، باید تحلیل شوه، تحقیق شوه که باز با اون موشوه نمیریم. بینم در افغانستان هم ببینیم اینا 300 سال جنبش رنسانس مبارزه کردن. ما هم باید این توانمندی را داشته باشیم، باید یک مبارزه طولانی علمی و فرهنگی در جغرافیای خود انجام بدیم که فعلا آسان است آگاهی دیگی که بخشی از جنبشی فرهنگی هست، بخشی از جنبشی علمی هست، از طریق مطبوعات، از طریق میدیا، از طریق سوشال میدیا که من در خدمت شما هستم که دین خود یا وظیفه اخلاقی خود میدانم این کار را انجام بدم، بینن همه گی باید بقا بخیدیم و این کار را انجام بدیم. یک انقلاب فرهنگی اول مهم است برای یک انقلاب علمی لازم هست که ما باید این را برا بندازیم. تا ما این انقلاب علمی فرهنگی را بران اندازیم، تغییرات را در ذهنیت ها ایجاد نکنیم، سخت است که ما برای مردم خود بفهمانیم که گپ از چی قرار است. کاملا هم نوا هستم با شما. بله کاملا هم نوا هستم با شما. دقیقا که همه قسمه که شما فرمودین، افغانستانی که یک زمان مهد تمدن جهان بود و تمدن از امو سرزمین نشهد پیدا کرد و تمام جهان رفت، او سرزمین امروز آنقدر ذلیل و خرد می سازنش، آنقدر با کلمات و اصطلاحات بسیار پیش پا افتاده ازش اسم برده میشه و حتی بعضی از افغانهای ما را به ای جا رساندن که میگه من اصلا دوست ندارم که خود مثلا ما بگویم که من از افغانستان هستم یا من افغان هستم، تا به ای اندازه از کشور خودش دل سرد ساختن. من هم نوا با تماما صحبت های شما هستم، کاملا به جا صحبت کردین، واقعا که همه قسم هست. اولش تفاوت خود امی تغییرات بسیار فاحشه که در یک مدت بسیار یعنی بسیار با سرعت اروپا رو میبینیم چقدر پیشرفت کرده. ما تعداد زیادی از کشورهای اروپایی را سفر کردیم، رفتیم، دیدیم از نزدیک. چند پیش تقریبا یک ماه پیش من یک سفر به ژاپن داشتم و من رفتم در امی شهر یوریشیمای ژاپن که اموج بم اتم انداخته شده بود
و به توکیو رفتم، دیدم یعنی پیشرفت از این کشور که با ما و شما یک جا در یک روز آزادی خود گرفته بودن به کجا رسیدن. اما کشور فقیر بیچاره ما را که فقیر از نگاه داراییش نمیگم، غنی ترین کشور جهان بگویم اشتباه نمی کنم، ذخایری که در قلب از او کشور جا داده شده هیچ در هیچ گوشی از دنیا نیست. اما هست این همه قسم که ما را به همه قسم نگاه کردن 40 سال. عزیزای گرامی، اگر من این صحبت خودم می کنم، من شخصا حتی تولد نشدیم در زمان ظاهرشاه، ما نبودیم. شما آزرده نشین، شما خفه نشین که کسانی که طرفدار ظاهرشاه هستن 40 سال کشور ما را آنقدر به خواب غفلت نگاه کردن که در تمام از او سرزمین وقتی که مطالعه میکنیم یک پوانتون وجود داشتن. من همی گله را دارم که در 40 سال سلطنت خود که او را بابای ملت هم نام میگذارین، او را بسیار موقف و مقام هم مثلا میتین، حداقل در هر ولایت افغانستان اگه یک پوانتون می بود شاید امروز مردم ما به می جایگاه نمی رسید. اما قدر در ملت زجر کشیده ما نمی داشت. داد ما از ملت ما هست. من فقط به خاطر ملت خود فریاد می کنم. اگر گلایه می کنم ازشان، حق گلایه را داریم، ما نقد می کنیم، حق نقد کردن داریم. خب بیاین از مطلب دور نمیریم، یک کمک می خواهیم که صحبت ببریم سر موضوعی که شما زیادتر سر از این مطلب صحبت ها داشتین، سر خود گردانندگان جهان که شما قرار صحبت های شما یا معلومات شما اینا کسانی هستند که از اصفهان ایران هستن، یک کمک که در این مورد هم میشه که صحبت کنیم. خانم سمین، من در موردی از اینا قبلا یک مرتبه چندین مرتبه صحبت کردیم. بله. واقعا اونا از اصفهان ایران هستن، چون تکراری نشه که خواهد بینندگان ما خواهد بکنن که هیچ چیزی نو بگفتن ندارن. بله. عدف ما روشنگری هست، اینا بخواهمن که جهان از یک دستی دارن. خب من مثال های زنده رو بیتون بین سر صحبت و دیگه شکل باز بکنم. بله. تا پایین این سال، بله، تا پایین این سال من چندین موضوع رو گفتیم خدمتی دوستای عزیز. او گرفتن جنگ ها و خشونت در تمام نقاط جهان. بله. در مناطق ما و شما، در جغرافیایی که به نام افغانستان یاد میشه، در پاکستان، در هند، در خود ایالات متحده آمریکا، در اروپا که اوکراین باشه که جنگ شده، که پای بلاروس را هم دخیل خواهند ساخت. بله. پای پولند را هم دخیل خواهند ساخت و دیگر آلمان و غیره را هم دخیل خواهند ساخت، در شبه جزیره کوریا، در شرق میانه که شما شاهدش هستید که من تقریبا 6-7 ماه قبل هم گفته بودم که جنگ ها بسیار شدت میگیره، حال اسرائیل ایران را چی میگن؟ اما کسی که ایران راکت زد، هیچ کسی در اسرائیل یک نفر کشتش فکر میکنم برای حسب تصادف. شما این بازی ها را ببینید که 200 راکت میزنه ایران در اسرائیل، که کل جغرافیایش به اندازه یک ولایت ما و شما نیست، هیچ کس کشته نمیشه. بله. 400 راکت و پهپاد میزنه، هیچ کس کشته نمیشه. آها. خب اگر این هماهنگی نیست که چی هست؟ خب یا ما نمیفهمیم یا نمیخواهیم بفهمیم. خب اگر اینا دشمن هستن، مگر بله. دشمن خبر کرده، آگاهی داده، کوردیناتا را مشخص کرده، در روی نقشه رسم کرده، ساعتش را مشخص کرده، یکی دیگر را میزنن؟ اگر دشمن هستن، کسی که شما میگید نه، اینا دشمنی بشریت هستن، دشمنی شما هستن، دو ملت ها آگاه شدید. خب گپ دومی که من میگم، حالا اسرائیل ایران را نقاط بسیار حساس شخاط زد. بله. من جمله ذخایر نفتی و پالایشگاه های نفتی و مناطقی که نفت از جا بارگیری بشه. خب هنوز نزده، بازیر شاهد شما خواهید بود. این سوال بکنیم که باید از خودمان که چرا مثلا چیزای نفتی را میزنن،
زمان ایران اعلان کرد که هر کشوری از ساحه شراکتای اسرائیل رو عبور بکنه اونا به اهدافی به حساب قانونی ما تبدیل میشن. یعنی اونا به هدفی ما تبدیل میشن. بینن ایران هم پالایشگاه نفتی بعضی کشورهای خلیج فارس یا خاورمیانه را خواهد زد. چرا؟ سوال اینجا چرا؟ به خاطر که نفت قیمت شود. زمانی که نفت و انرژی قیمت شد، مواد غذایی یا کالا قیمت بشه. شما یکی خودموترتان تیل مندازین، ساده متشکل اون مندازین که او قیمت میشه. یکی لوجستیک قیمت میشه. لوجستیک قیمت شد، مواد غذایی قیمت میشه، تکنیک قیمت میشه، ادویه قیمت میشه، من نمیفهمم، هر چی که شما نیاز دارین توسط لوجستیک قیمت میشه. خب چرا قیمت میسازن؟ گفت دو، چرا قیمت میسازن؟ به خاطر اینکه تو را از بین ببرن، اقتصادی تو را، تو افراد اشخاص و بشریت را از بین ببرن. به خاطر اینکه تو را خوبتر بتانن کنترل بکنن، خوبتر بتانی تو احتیاجشان باشی. خب چرا این کار را میکنن؟ به خاطر که 2025 و 26 قحطی میخواین بیارن، قبل از قحطی باید قیمتی شود. قبل از قحطی باید قیمتی شود. زمان قیمتی شد، خب میگن که مواد غذایی کم شده، قیمت شده، کفایت نمیکنن. او زمان است که تو قیمت میخری، آهسته آهسته میره طرف قحطی. بله. خب مثل که در فلوریدا که طوفانی که آمد، در مغازایش دیدید که مواد غذایی آب این چیز آشامیدنی پیدا نمیشد؟ کاملا درست. خب یک روز شما از خواب بخیدید در مغازایتان چیزی پیدا نشد، او بشریت بیدار شد. بله. این نزدیک است، این دور نیست. 2025-26 دو سال برنامه ریزی شده، پلانگذاری شده که دو سال برخال قطعی میارن، در مرحله اول، مرحله دوم 10 سال خطی میارن. 10 سال هیچ چیز تصادفی نیست و تصادف باور نداشته باشید. خدا کنه که مرا درست درک بکنم بینیم دعای عزیز که چی خواهد بود. گفت دومی که بله نفت قیمت میشه، همزمان تا سال، ببینید تا آخر این سال که ما و شما 2024 است، 4 ماه بیشتر نمانده، فکر میکنم 3 ماه نوم و 3 ماه بیشتر نمانده. در جریان 3 ماه آینده تمام کشورها را که میبینین اعلان آمادگی خود را گذار به پول دیجیتال میکنن. پول دیجیتال، خب پول دیجیتال پول نیست، یک حساب است، چیزی وجود نداره. بازم این به خاطر کنترل بیشتر شما بشریت. یک دوم، اکثریت شما پول دارین، طلا دارین، سرمایه دارین، پنهان از دولت ها یا از او تکس مالیه نمیدید، درست است؟ بله. یا او را پنهان نگاه کردین، او را براتان میاره که شما به پول دیجیتال تبدیل میکنین، از اختیارتان بیرون میکنه. یعنی مهمش این که از اختیار شما بیرون میکنه. خب پول نقدتانه، طلایتانه، سرمایه‌تون از اختیار شما بیرون میکنه، مثل که حالی که پیسه تو در بانک هست، در اختیار خود میگیره، از تمام بشریت. پول دیجیتال این تو یک پولی هست که این شما را میگیره، همین دارایی‌تون را کلش میگیره، شما دیگه اختیارش را نداری. خب گپ دوم زمانی که پول دیجیتال میکشن، شما این پول تو را باید حساب بدین که از کجا کردین این پول. حتی اگر معاشتان کم کم ذخیره کرده باشین از عوایدتان، پس شما پولتان پول سفید نیست، حساب داده نمیتونید که از کجا ذخیره کردید. یک تعداد رجوع کرده که طلا میخرن. خب بدانین طلا را چی میکنن؟ حق خرید فروش طلا را از شما میگیرن. خب زمانی که حق خرید فروش طلا را از شما گرفت، طلا دارین تو گفته نمیتونید، ولی خودشان طلای شما را میخرن. میفهمین به چند فیصد میخرن؟ به 25%. 0.25% هدف ما هست. یعنی شما $100 طلا خریدین، $25 از پیشتان میخرن. ما سفید میشه. نام شما بودن سفید میشه. از شما بزرگان که سیاست چطور میشه؟ او را کی سفید کنه؟
یعنی صدیقی صاحب از دیدگاه شما دیگه نوت های مثلا دلار و اینا هیچ دیگه چاپ نمیشه، کل پول دیجیتال میسازن. دیجیتال حساب نمیشه، پول نه حساب، اما پول دیجیتال. بله. اینا لازم. شما از من سوال میکنین که برای چی کار میکنن؟ چرا باید بکنن؟ یعنی اونا هر چیز حساب میکنن، ما شما سیل حساب نمیکنیم یا حساب کرده نمیتونیم. اونا حساب میکنن که مثال 1000 تریلیون دلار پیش مردم موجود است، طلا، پول نقد و غیره. این 1000 تریلیون دلار شما رو چه رقم بگیرن؟ اونا برنامه ریزی میکنن چه رقم از پیش شما بگیرن. اما ما برنامه ریزی کرده نمیتونیم که چقدر از پیش از اونا بگیریم. این رو نمیگیرن از پیش تا، از پیش بشریت میگیرن. من کاری با چی ندارم. هدف اساسی از اینا چی است؟ در چی است که کارا را میکنن؟ اما هدف عمده و اساسی از اینا چیست؟ چرا بشر اینقدر رنج میتن؟ کنترول شدید، توتال کنترول. امی یک سوال دیگه برتون میکنم. هر کس باید از خود سوال کنه. بله. همه کشورها را که ما شما میگیم که روس قطعی امریکا دشمن است، امریکا قطعی روس است، ایران قطعی اسرائیل دشمن است، ایران قطعی کشورهای عربی دشمن است، بس چرا همشون تا آخر این سال آمادگی پول دیجیتال دارن که گزارش بتن پول دیجیتالشان آماده است؟ چرا مسیرهای مختلف نمیرن؟ همین سوال بکنین از خودتان. ما به می جایی رسیدیم که اینا یک کل دوست است، دشمن نیستن. اینا کلشان پشت پرده با هم دست به هم داده یک جا کار میکنن. خانم سمین خانم آسوده، بگذارن که شنوندگان همین سوال بکنن از خودشان که اگر اینا دشمن هستن پس چرا برنامه هایشان کلشان در مقابل ما یکی هست؟ بله. پس اگر دشمن نیستن هی بازی ها را برای چی میارد که یکی دیگر مویا یکی دیگر را میزنن، یکی دیگر را میزنن، شما ملت ها را میزنن و یکی دیگر کاری ندارن. بهترین دو تا ارباب قریه خب مردم همه کشیدن جنگ مینداختن به اطراف بله. با چاشت که میرفتی اردویش سری طبق شبا در خانه یک قریه‌دار دیگه مهمان بود، اگر میگفتن چرا میگفتن که اوهی درست که او علایده است، ولی دوستی و دشمنی داریم ما، این دوستی ماست و دشمنی ما. دشمنی را سر شما میکردن، خب دوستی را در کاسه شبا بین هم. بله. من مثالای ساده برتون دادم دیگه. بشریت خودش بیدار شد واقعا که باید ما هم هدف اساسی ما از این برنامه هم همیست که آگاهی بتیم برای کشور خود ما، بر مردم جهان از طریق شما و شخصیت هایی که مطالعه دارین. هم خب سوال دیگه هم هست که در ذهن بیننده های ما که شما اینا را امر از کجا میدانین؟ که طبعا مطالعه شماست که شما در ای بخش مطالعه میکنین، تجسس میکنین و در جستجو هستین که معلومات و آگاهی زیادتر پیدا بکنین. به این که یک چند سوال دیگه هم باز هم در ای در مورد من دوست دارم که امروز زیادتر ما از دیگه بخش ها کرده در سر موضوعات کشور خودم صحبت بکنم. شما در مصاحبه های قبلی خود در مورد وضعیت کنونی افغانستان آینده آن پیش بینی های داشتید. از نظر شما روند جنگ و درگیری ها در افغانستان با کدام سو میره؟ که این سوالایی است که آمده به من که شما قبلا در شروع برنامه ایره جواب دادین، نمیخوایم که دوباره ایره شما پاسخ بگوین. چی عوامل را برای شکل گیری یا ادامه این درگیری ها مهم میدانین؟ اینی قسمت اگر شما پاسخ بگین خوش میشه. جنگ افغانستان، هدف از جنگ های داخلی افغانستان است که چی عوامل را برای شکل گیری یا ادامه این درگیری ها مهم میدانین و نقش کشورهای خارجی را چگونه ارزیابی میکنین؟ 99.9% بخش کشورهای خارجی و استخبارات خارجی است. کوتاه گفتم 99.9%. خب یعنی مردم افغانستان در این ببینید نقش ندارن. نقش دارن. ببینید مورد استفاده، مورد استعمال قرار بگیره مردم افغانستان.
بیشتر خدمتتون عرض کردم که مردم فقیر است، بی پول هستند، بی غذا هستند، بی نان هستند. زمانی که اینا پول بیشتر را به هر گروهی تروریستی میگوین یا به هر نهادی که نه هر چی که شما نام میمانید، من سر کس نمیخواید نام بمانید، به هر کسی پول بیشتر دادن او مصارف بیشتر میکنه، بیشتر سربازگیری میکنه و بیشتر رشد میکنه. بله. چون بستری سربازگیری در افغانستان، در پاکستان، در این منطقه بسیار زیاد بساید است به او خاطر. یک دوم سوال پیشتر کردیم که معلومات ها را از کجا میکنیم. بعضی ببینید یک ذره کسی که دقت بکنه موره ها را پالوی هم بانه، شما تصویر را واضح میبینید. مثال بهتون برم، بله. مثال بهتون، چرا آسیای میانه به خشونت میره، به جنگ میره؟ بله. چرا آسیای میانه خدای نخواسته اونقدر وضعیت خراب شده که دیگه جای گریز پیدا نکنه؟ عزیز بیاتر شفاف نمیگم. چرا؟ من دلیل دارم برم. هر کدام میشه موره ها را پالوی هم میمانم، شما خودتان قضاوت بکنید. یک بله، بین طالبان تفرقه انداخته روان هستن. خب دو، میگم که گلبدین حکمتیار از افغانستان رفته به پاکستان. میگم که برش دفتر داده شده. خب میگم که پول در اختیار گذاشته خواهد شد، پول گزاف. من پیشتر خدمت داره ارز کردم که با پیشتر گفتم به گروه های قبلی گفتم، یک عمومی گفت زدم برای بله. حالا یکیش مثال دادم. خب چون در مدبات برای آمده من گفتم، من میفهمم که در کجا و چی شکل کجا جا به جای شدن، چی میخواهند بکنن، چرا بکنن. این گفایی هست که نوره ها را بادم پایوی هم بارین تحقیق باید بکنین. گفی دوم، چرا در آسیا اینا نه؟ ببینین ازبکستان و آلمان قرارداد کرد که تمام کسایی که در اروپا از افغانستانی هایی که جنایت میکنن باید به کجا دیپورت شوند؟ به ازبکستان دیپورت شوند. اونجا کم برشان زده میشه، پول برشان داده میشه، اینا را نگهداری بکنن. درست؟ بله. شما کی را اونجا دیپورت میکنین؟ افرادی که عاشق جنگ هستن، عاشق خشونت هستن. خب این موران هم پالوی هم باید. گفی دوم، ازبکستان اعلام کرد که ریش را دراز نمانیم. میدانیم که مردم ازبکستان بسیار مذهبی شده ایستن. بله. خب خیلی خیلی مذهبی شده، حتی اینقدر مذهبی شده در خریجات و اطرافش بدونی چی گشتن برای خانم ها سخت است، بدونی یعنی چی میگه هجاب. آها. خب یک کسی مذهبی شده و تازه مذهبی شده و او ریش طولانی را خوش داره و او را من حیث یک شرافت خود قبول بکنه و میگه که خانم ما و دختری ما باید حجاب بکنن، زمان کمونیسم در پیش روی تام بیاریم که مجاهدین تقویه شد. شما اونا یعنی نفرت و انزجار از اونا را نسبت به دولت و اداره چه های دولت اضافه بسازد. ای چی هست؟ ای بستر برای خشونت و جنگ آینده. یک، تاجیکستان اعلان کرد که از 18 ساله به پایین در مسجد رفتن نمیتونن، چرا سن بلوغ 18 سال است. دوم، حجاب منع است. بازم همین گپ است که شما یک مذهبی را که بگوین در مسجد نرو، بگوین که تو زنت حجاب نکنه، خب او دیگه خمار جهاد میشه. من ساده گپ میزنم، ببخشید دیگه. گپی سوم، روسیه 80% تاجیکانی که در اونجا کار میکنن، نیروی کار هستن در روسیه، ازبکایی که در روسیه هستن، قرغیزایی که در روسیه هستن، اینا را اخراج کرده روان از روسیه. بله. خب چرا روسیه اخراج میکنه؟ در حالی که خودش به نیروی کار ضرورت داره، مردمش قیبانش بر آمده، شهرداریایش که نیروی کار کم است، تک شما به حساب چی بگن؟ مهاجری کارگر را اخراج نکنید، ولی روسیه تصمیم گرفته که مهاجری کارگر را اخراج کنه. گپی سوم،
گفی چهارم ایران داخل این سال اعلام کرد که 2 میلیون مهاجر افغانستانی را اخراج میکنه. بله. گفی چهارم پاکستان اعلام کرد که تا آخر این سال 1,700,000 مهاجر باید اخراج کنه. بله. اینا تصادف هستن؟ نه خیر. همه کشورها میتونه همه کدرخارای را مگفت. بله. دیگه از اینکه دفعی که من نگرد. خب امی یا کلش تصادف هست که در ظرف 4 ماه گذشته اتفاق افتاده؟ نه خیر، کل این پلان هاییست که قبلا همش پلان در هر شده. بینندگانی عزیزی من، لطفا من نگوین که تو از کجا میخوابی و کی برات میگه. نوره ها را پالوی هم بگذاره، این تصویر روشن میشه. دقیقا بسیار ممنون از معلومات امجانبی شما. اگر اجازه شما باشه صدیقی صاحب، یک لاین داریم، گرچه که زنگ بسیار آمد به تلفن، اما یک لاین را همینجا اجازه دارم که جواب بگویم. باشه. بیننده نهایت عزیز و گرامی، شما روی خط هستین، بفرمایین. با درود سلام خواهر عزیز ارجمن، البته خواهر عزیزم آسوده جان سمی و جناب محترم سویل جان صفدری رئیس تلویزیون، همکاران شما، اگه اجازه باشم و علاقه گرفتم، و محترم میمان برنامه محترم جنرال صاحب جمال ناصر صدیقی در ساعت نیک تقدیم است. البته از جرمنی خدمتتون عرض میکنم، نام آقای پنشیریز. دیگه خدمتتون عرض میکنم، من البته 2 سوال دارم اگه اجازهتان باشه، یک تبصره کوچک. بفرمایید. آسوده جان خوار عزیز، جای شک نیست صحبتهای ریالیست دیپلماتیک دیالکتیک محترم جنرال صاحب صدیقی جنرال صاحب صدیقی آموزنده است. بله. البته قراره که ما موشگافی کنیم برنامه جنرال صاحب، فکر میکنم که روی مانیفست کمیته کتاب کمیته 300 پیش میره. سوال اینجاست خواهر ارجمند که مدت یک ماه در میدیای افغانستان یک نوع غوغا برپا شده، البته روز یک شنبه یک برنامه از طرف یکی از برنامه سازا در لس آنجلس که انگشت انتقاد سر محترم جنرال صاحب صحبتایش مانده بود که بر اردو خانما زنگ زده بود که حالا قیامت نزدیک است و ما را میترسانه، و باز او خانم گفت که یک تیوری توطیه است به صحبتای جنرال صاحب، به تیوری توطیه تبدیل کرد. البته کل صحبتای جنرال صاحب این نفر کرد. البته از دیدگاه ما معلومات جنرال صاحب کسی از دیدگاه ما معلوماتشان نظر شخصی جرم نیست. ما به تصادفات اعتقاد داریم، البته تصادف میه و گفتایشان پیش میشه ایجاب میشه همچنان، اما برنامه ساز که البته سجاد جان بود، عکس جنرال صاحب من داخته بود، عکس از نظامیش امروز که اینا صاحب متهم به حکومت اشرف غنی هستند. به هر صورت سوال اینجاست که محترم جنرال صاحب که شما باید از برای خانم چه رقم قناعت میتین؟ مشکل از چی است که با شما یک رقم ترور شخصیت هم کده و گپای شما را نفهم میکنه؟ سوال دوم از جنرال صاحب نمیست که جنرال صاحب میگه که هتلر و ستالین از افسران ایران است، البته مسلمان است پدر مادرش، مگر قراره که من خودم از شخصا سفر کردیم در ستالینگراد و یک مدت در موجه ما بودیم، و مادر ستالین که است او از گرجستان است و در گرجستان هم تولد شده، و مادر ادلر هم که من فعلا در آلمان زندگی میکنم 38 سال میشه، مادر ادلر هم از مونیخ است. که نا چرا میگن، چطور با کدام دلیل شواهد دلایل قرائن یا میگن که نا از ایران است؟ یعنی همین سوال ما بود. امیدوارم تشکر که مرا وقت دارین، لطف کردین. تشکر برادر محترم از لطف شما، یک جهان سپاس. انشاءالله که جواب شما را حتما میگن صدیقی صاحب محترم. بسیار لطف کردید. تشکر. خدا نگهدار. خب اولا خب ما همطور یک پروتکل را با صدیقی صاحب داشتم که ما سر شخص هیچ وقت صحبت نمی کنیم، صحبت های ما می خواهیم که همطور در کل باشه. شما شنیدین سوال های برادر ما را، بفرمایید صدیقی صاحب. من خدمت کنم که ما همون برنامه خانه ما ندیدیم که اول خوب وزیفه ما هم ندیدیم. بله. یک تشکر خانم سمید، وزیفه ما قناعت دادن کس نیست.
بله. خب من نیامدم که کسا قناعت بتم کسا نکنم. من یک جهانبینی دارم، یک بله. دیدگاه دارم، یک سلسله تحقیقات دارم، یک سلسله معلومات دارم، یک سلسله زحمت میکشم که موراها را همیشه پهلوی هم میگذارم و تصویر واضح شود. زیاد زحمت میکشم. میخوایم که یعنی جهانبینی خود را از طریق دریچه های مختلفی مطبوعات و خدمت مردم و ملت خود بگذارم. خب شنوندگان خود، نه تنها افغانستان بلکه ایرانی ها باشن، هر کسی که زبانی مرا میدونه. خب گپ دومی که هر کس میتونه مرا توهین بکنه، اختیار خودش است. هر کس میتونه برای من هر چی بگه، توبت بکنه، نکنه، حقیقت داشته باشه، نداشته باشه. من کاملا حرمت دارم و احترام دارم به شخصیت هر انسان، من حیث یک بشر، من حیث یک انسان. هیچ با مشکلی هم ندارم. سوژه جور میکنه کس، نمیکنه کس، کمینتی بد نوشته میکنه، کمینتی خوب نوشته میکنه، به شخصیت خودش تعلق داره. خب شخصیت من صدمه نمیبینه به این گفا. اگر من شخصیت خوبی داشته باشم. موضوع دوم، برون خودشان تحقیق بکنن، خودشان مطالعه بکنن، خودشان سرچ بکنن. هر کس هر دیدگاهی که داره، مطبوعات برای کلگی باز است. خب میتونن خودشان در مطبوعات برن صحبت بکنن، بگن که دیدگاه من نسبت به جهان اینی است. بله. آسان‌ترین چیزی که هست بخوامین انتقاد کردن و تخریب کردن است. چی تخریب ساختمان و تعمیر و غیره باشد، تخریب یک شخص باشه و غیره باشد. بسیار بله، سادگی. مشکل‌ترین کار روشنگری هست. مشکل‌ترین کار تحقیق و مطالعه و من نمی‌فهمم که زحمت کشی است. هر کسی که گفای مرا قبول نداره قابل حرمت و احترام است. شاید من اشتباه بگم، از نظری از اونا، شاید غلط بگم، شاید توهم داشته باشم، شاید تئوری توطئه باشه. هر چی که می‌دونن دیدگاه و نظریاتشان است. دیدگاه و نظریاتشان برای خودشان است، برای احترام دارم. برای این جهانبینی خود را بگن، خردورزی بکنن، بگن که جهانبینی من اینی است. در خاور میانه جنگ نمیشه. بگم من گفتیم جنگ میشه، جنگم بزرگ میشه. بگم نمیشه جنگ. یک، دو، سه، چهار دلیل. ما حالا گفتیم که تاسیسات نفتی ایران مورد حمله قرار بگیره، سباش و برای بگم که قطر مورد حمله قرار نمیگیره. و یک، من خود دلیلش را گفتیم که دلیل باید قیمتی بیایه، اول از قیمتی قطعی بیایه، سبانه که لوجستیک دلایلش را بیشتر گفت. برای دلیلش را بگم که دمت باد که هیچ جنگی صورت نمیگیره. شما مطمئن باشید اسرائیل ایران هیچ نمیزنه، دست مواد نفتی قیمت نمیشه، مواد غذایی قیمت نمیشه، قطعی نمیآید. فرمان مطبوعات آزاد است. ما هیچ مشکلی با هیچ کس ندارم. شخصا هیچ مشکلی با هیچ کس ندارم. موضوع دومی که اینا فرق بودن که هیتلر و استالین و ایگفا، اونم دیدگاه ما بود که ما خدمت شما عرض کردم. دیگه ما نظریات شما را حرمت دارم، احترام دارم، ولی شما میفهمید که استالین، اگر شما که رفتین حتما تاریخش را مطالعه کردین، میفهمید که استالین به کدام زبان ها تسلط داشت، این زیبله زبان فارسی. شما حتما میفهمید که هیتلر به زبان فارسی تسلط داشت. اگر چی کردین، خب هیتلر خودش بچی بگوی، من گفتم قبلا در مطبوعاتی را خدمتی دوستو عرض کردم. خب یک مثال داد، من اینا رو مثال دادم که ببینین چقدر پنهانکاری صورت میگیره. یک گپی دیگر رو میخواییم بزنم. همین دوستی ما که پیشتر صحبت کردن، ارجمند بزرگوار از آلمان که تماس گرفتن، شما خبر دارین که از سال 2018 قبل از اون امپراتورای روس یکیش روسی بلد نبودن؟ بلد بودن، بسیار ضعیف. مگر امپراتوری روسیه بود؟ چرا یک خارجی امپراتور بودن؟ چرا از اروپا آورده امپراتور ساختن؟ آیا شما تاریخ ما تاریخایی را که افشا شده، اینا پولش افشا نکردن برای شما برادر عزیز، تاریخ دیگر را برتان میگم. آیا از هالند در سال در 2000 چی در سال 1800 فکر میکنم، من اشتباه نکنم که تاریخ ها یادم نمیمانه چون بسیار زیاد در بحث من تاریخ هست، ملکه را بردن در انگلستان، توطیه کردن که ملکه انگلیس نساختن هالندی را. اتفاقات زیاد افتیده در تاریخ. این همه ایش یکی دادشته افشا کردن، یکی دادشته نکردن. در تاریخ هم بکنین، ببینین، سرچ بکنین، در مطبوعات هم هست، سرچ بکنین که چه قسم اینا
یعنی ایوان افتروی، ایوان دومی روسا در اروپا بردن تبدیل کردن. گرفته بود یک نفر بود که آمده بود روسی بلد نبود. خب این شواهد است، یک تعدادی از این و یک تعدادی پنهان است، یک تعدادی گفته نشده. ما آمدیم یک سلسله معلومات های کتار رو شریک بسازم، فقط همین. تشکر. تشکر بسیار زیاد از لطف شما و امیدوار هستم که برادر ما گرفته باشن جواب سوالات خدا. و در مورد سجاد جان بگویم که ما بسیار احترام برشان دارم، یک خانم هستند که یک عمر خدمت کردن برای جامعه افغانی. من نشنیدیم تصادفاً که همیش من برنامه های سجاد جان بسیار به علاقه مندی میشنم. یکمه که صحت ما خوب نبود، من امروز نبودم در برنامه از اونا شفاخانه بودم، نشنیدیم، باز حتما میشنوم. مطمئن هستم که اونا خدای نخواسته شاید که کدام کلمات تحقیر و توهین آمیز نگفته باشن. شاید هر کس نظر خدا آزاد است، در مطبوعات آزاد است و نظر حق نظر دارن. شاید من به خصوص خانم ها را واقعا احترام دارم، به خاطر که هم مادر هستن، هم خواهر هستن، هم خانم هستن. یعنی واقعا قلبا من احترام دارم، چون خودم یک شخصی معنوی هستم بیشتر. واقعا ما درک کردم که شما بسیار معنویت هم ارج میگذارین و زیاد و او طرف هم از لابلای صحبت های شما امیره. میخواستم که سوال کنم در این بخش هم که سر حتما صحبت میکریم، امی که به اجازه شما باز هم یک سوال دیگه که آیا بسیار امیجا جالب بود، وضعیت اقتصادی افغانستان پس از تسلط طالبان چگونه پیش رفته و شما چی آینده ای را برای اقتصاد کشور پیش بینی میکنین؟ نقش منابع طبیعی افغانستان به ویژه معدن لیتیم در بهبود وضعیت اقتصاد افغانستان چقدر اهمیت داره از دیدگاه شما؟ اول این را بگویم که خدمت دوستان عزیز، افغانستان بسیار کشور ثروتمند است. خب در افغانستان نفوذش دقیق نیست، شاید 30 میلیون نفوذ باشه، حد یه اوسط بگیریم، فرض میکنیم خب 30 میلیون نفوذ باشه باشد. افغانستان 300 میلیون نفوذ هم خانه میته، هم جای میته، هم نان میته، هم غذا میته، هم بهترین و بالاترین سطح زندگی و رفاه را برشان میده، در صورتی که درست مدیریت شده. خب وضعیت اقتصادی افغانستان را خب همه اگه خبر هستن، واقعا فقر بیداد میشنه، بیکاری هست، موج مهاجرت هست. یعنی جوانای عزیزی ما که هر کدامش دوبار و سه بار دیپورت شدن، باز هم به طرف ایران و ترکیه و کشورهای مختلف هر کس به اندازه توان خود در مهاجرت هستن، چون فقر است که اینا مهاجر میشن متاسفانه. بیشتر من از آینده افغانستان خدمتتان عرض کردم که انقریب متاسفانه جنگ های خوبی در راه نیست. یعنی زمانی که جنگ و خشونت باشه، اقتصاد و وضعیت هنوز خراب شده میده متاسفانه. واقعا دیگه جنگ خوب عامل بدبختی است که فقط غیر از فقر و بدبختی دیگه چی به بار میاره. نموز که یک کشور یک جامعه را مگر به فکر ما صدیقی صاحب محترم، شما همه قسمه که زحمت میکشین، وقت میگذارین، وقت پربهای خدا با خانواده و فامیل سپری نمی کنین برای آگاهی، برای روشنایی. خب شاید مثلا شما عضو گرداننده های جهان نباشین، اما معلوماتی که شما جمع آوری کردین امور به جامعه و مردم خود انتقال میتین، در اینجا شما خدای نخواسته کدام جرم را خود مرتکب نمیشین. این یک آگاهی دهیست. یا مثلا شما پیشبین نیستین، پیشگویی نمیکنین، شما مطالعه میکنین، از مطالعاتی که شما برداشت میکنین میاین امو اندوخته های خود با ما شریک میسازین که ما باید ممنون لطف و محبت شما باشیم. در فیسبوک هم
دوستای نهایت عزیز و گرامی ما اینجا حضور پیدا کردن و همه به شما عرض ارادت و احترام دارن که انشاءالله به پیامای از اینا هم ممکن برسیم. پس باز هم میخواییم که سوال دیگه را اگر اجازه شما باشم از شما بپرسم که در مورد یکی از عزیزای ما ایجا سوال کردن که با توجه به درگیری های اخیر در فلسطین و اسرائیل شما چی آینده ای را برای این منطقه پیش بینی میکنین؟ جنگ در این منطقه جنگ بسیار شدت پیدا میکنه. قبل از این باید میخوام یک چیز دیگر خدمت ها رسل بکنم. بله. من چندین ماه قبل گفتم اگر اینا خواسته باشن دامن این جنگ ها و دامن گروه هایی که خودشان میگن گروه های تروریستی به گفته خودشان، این گفته من نیست، در یک هفته جمع میکنم. امو رقمی که تجربه نشان داد، من گفتم که اونا به آنقدر در تکنولوژی دسترسی دارن که اینا در یک هفته تمامی جنگ ها را، تمامی جنگ های کره زمین را میتونن توقف کنن. و حتی که از کنترل، در حالی که کل به کنترلشان است، حتی که از کنترلشان خارج باشه میتونن توقف بتن و این سلاح را جمع آوری. قسمی که تجربه نشان داد در چند قبل پیجر 25 سال 30 سال قبل استفاده بشود، یعنی پیجرها را اینا انفجار دادن و در حدود 3000 یا 4000 به حساب از حزب الله لبنان اینا زخمی و کشتن. به تعقیبش دستگاه ارتباطی یا مخابره را انفجار دادن. خب دیده بعد باید برآمد، خودشان اعلام کردن، تصدیق کردن، بله این پیجرها را ما انفجار دادیم. خب یعنی در تکنولوژی آنقدر، یعنی ما قبول کنیم که براتان میگم که 700 سال از این تکنولوژی را که شما میبینید 1000 سال اونا پیش است. گفت گردانندگان جهان را بیزن از او هم پیشتر، از او هم ما این تایید میکنم، از او هم پیشتر. برای ازی که ما صدیقی صاحب، ما کار ما یک بزنس به حساب انتیک دارم. شما یقین کنین که ما از اوکشن خریداری میکنم اما لوازم خدا. ما چیزی را به دست آوردم که واقعا شناخت امرایش نداشتم اما میفهمیدم که یک قدامت داره. برم جالب شد، این را من گرفته بودم. یک روز یکی از امی امریکایی ها آمد در مورد از این برای من قدر معلومات داد و این را برای من معرفی کرد که این چی است. که شما یقین کنین که تکنولوژی شاید از 3000 سال پیش هم وجود داشته بوده، اما زمانی که اینمی هر تکنولوژی را که اینا استفاده میکنن و زمانی که او افشا میشه در او صورت او را پابلک میسازن، مثل که یکی از مثالهای از او اینمی سلرفون های ما و شماست که امروز به دست ماست و از این استفاده میکنیم. ای در حدود 90 سال پیش بوده که یک فرد با ما صحبت کرد و در مورد امی برما و جی پی اس همه قدر سال پیش بوده که خودشان به ما حکایت کردن و این صحبت کردن. راست میگین تکنولوژی تازه نیست و اینا خوب واقعا دسترسی بسیار عمیق به تکنولوژی دارن و هر چی که بخواین میتونن که انجام بدن. در لابلای صحبت های ترامپ شما شنیدین که گفت که از ما پرسیدن که چرا رئیس دولت افغانستان چرا تصویر خانه مرا نمیفرستی، گفت ما برات میفرستم. یعنی تکنولوژی آنقدر پیشرفت کرده که حتی میتونه امیال نقطه نقطه تمام دنیا زیر کنترل از اینا هست که ما هم ایره به تایید میکنم واقعا نمیتر اصل. روابط افغانستان با کشورهای همسایه به ویژه ایران، پاکستان و چین شما چی بررسی دارین؟ در آینده کدام تغییر خواهد آمد یا مقسم دوام پیدا کرد روابطش با کشورهای همسایه شما از این نظر اگر کمک صحبت بکنید؟ این کشورها
چی ایران، چی پاکستان، چی دیگه کشورهای همسایه با در افغانستان هر کس حافظ منافع خود است و منافع خود را دنبال میکنه و باید هم اونتون باشه. شما هم در هر جایی که میرید یک شخص میرید در یک اجتماع منافع خود را دنبال میکنه، هر کس منافع خود را دنبال میکنه این جمله کشورها. حالا این به ما وابستگی داره، به نیرومندبودگی وابستگی داره، به خرد ما وابستگی داره که ما چه قسم میتونیم که در افغانستان حکومت یا مدیریتی داشته باشیم که اینا برای ما احترام بگذارند. اول ما باید خود را بسازیم، کشور خود را بسازیم. احترام خریده میشه. به چه شکل خریده میشه؟ به شکلی که شما قدرتمند و توانمند باشید، نه از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، از نظر ملت سازی، از نظر رفاه اجتماعی، از نظر پیشرفت کشورتان. زمانی که شما قدرتمند شوین، این کشورها همه به شما احترام میکنن و احترام میکنن. شما از پاسپورتتان شروع بکنین که معتبر خواهد شد تا انسانهای جامعهتان در هر جای دنیا معتبر خواهد شد. زمانی که این بسترها را شما مساعد نسازین، امید و آرزوی زیر نداشته باشین که یا پاکستان یا ایران یا کشور دیگه شما در خوش آمدید بگه و با شما تغییری رویه بده. هر قدر شما ضعیف باشین همه قدر مشت میخورین، همه قدر قفاق میخوره انسانهای ضعیف. متاسفانه در این جهان اولین چیزی که من پیشتر خدمت تا نرد کردم معنویت از ما دزدیده، چون معنویت وجود نداره. چی در انسانها، چی در کشورها، چی در سیاستمدارها، چی در گردانندگان. زمانی که معنویت وجود نداشت، انسان ضعیف از اینا رفتار خوب را منتظر نباشه. بله، درسته. بله، بله. خب، با توجه به محدودیت‌های شدیدی که در مقابل زنان ایجاد کردن، چی آینده را برای حقوق زنا و به مشارکت آنها در جامعه افغانی پیش بینی هستین شما؟ آیا فکر میکنید که جامعه بین المللی به این سیاست طالبا کدام تغییر را خواهد آورد یا نه؟ میخوایم که در چهار کلمه ای را بر طالب خلاص بسود. بله. ببینیم، تاریخ جل ساختن، جغرافیا را جل ساختن، معنویت جل ساختن، حقوق بشر و حقوق زن و حقوق مرد و حقوق فلانی جل از کلش نام است، نام بله. یک کلش دروغ است. ساده به صحبت کده رایست در این گفای زینا قطعا بازی نخوره. صد تا کنفرانس دایر بکنن و این کنفرانس ها چی هست؟ ببخشید تا زیاد من صحبت وزارتخانه های کشورها، چی آمریکا باشه، چی انگلیس باشه، چی اروپا باشه، وزارتخانه های خارجی از اینا نیازهای مالی دارن به نام USAID، به نام دیفیت، به نام فلانی. این نیازها یک سلسله بودجه دارن. این بودجه خود را اینا تقسیم میکنن و بمی گفا به نام دموکراسی تقسیم میکنن، به نام یعنی تقویه دموکراسی، تقویه حقوق زن، تقویه حقوق بشر، من هم میخوام فلانی. بعضی پروژه ها را همین کنسلتنسی ها و تیمتانگ هاست میگیرن از اون کشورها، از وزارت خارجه ایشان. بعد این تیمتانگ ها و کنسلتنسی ها میاین یک داد افغان ها را پیدا میکنن، یا یک داد من هم میخوام ایرانی باشه، افغانی باشه، یک داد انسان ها را پیدا میکنن. بین این پروژه را ما گرفتیم، این پروژه را شما تطبیق کنیم که ما و شما با همین پول تقسیم کنیم. خب بعد میایم یک دوری هم جمع میکنیم، بیاریم راجع به آینده افغانستان و حقوق زن و حقوق مرد و حقوق بشر و من میخوام چی میگنم و یا گپ بزنیم. خب چند تا بیسکیت و چای و سبز و سیاه را میمانند، قهوه را میتن، گپ میزنن و فیلم برداری میکنن، راپور تهیه میکنن، میتن، مصرف دیر میشه. آمین الله اکبر. خدا کنه که من توضیح دادم. تشکر بسیار زیاد. نه، شما بسیار با مقبولی در مورد هر سوال امو آگاهی خود میرسانین دیگه. حتما بیننده ها هم میفهمم که بسیار به یک علاقه مندی میشنون. بریم به سوال بعدی. آیا شاهد شکل گیری دوباره نیروهای مقاومت در مقابل طالبان هستیم؟ به نظرتان این مقاومت ها تا چی حد موفق خواهد بود؟
و نقش قومیت ها و گروه های مختلفی که در مبارزه با طالبان چی فکر میکنین؟ چیگونه نقش امی؟ خب افغانستان یک کشور است که از اقوام مختلف تشکیل شده، نقش اونا را چی فکر میکنین و آیا کدام مقاومت است شما فکر میکنین که در مقابل طالبان پیدا خواهد شد که مقاومت کنه یا اجازه خواهد داد سیاسیون جهان بر از اونا که اونا عرض اندام کنن؟ اول خو کلی از این گفا برنامه ریزی و پلانگذاری شده و خدمت را عرض کردم که در پلانگذاری ها بسیار بسیار طویل مدت هست و بسیار استراتژیک هست، یعنی شاید آمدن طالبا را 50 سال قبل پلانگذاری کرده باشن، 20 سال قبل پلانگذاری کرده باشن. خب گفی دوم، باز ببینیم یک بازی های استخباراتی است. پیشتر خدمت را عرض کردم که در افغانستان و در منطقه باشو بازی های استخباراتی جریان دارد. استخبارات ابزار و وسیله تطبیق اهداف کلان سیاسی است. خب پس زمانی که بازی های استخباراتی است، من در هیچ کار ندارم که خوب است که بد است. من هیچ کسی را وظیفه ما چی نیست؟ قضاوت نیست. بله. و حق برای خود نمیتون کسی قضاوت بکنه. خب زمانی که بازی های استخباراتی باشه، خودتان میبینین که مقاومت چی خواهد شد، بنامه فرمون که داعش چی خواهد شد، فلانی چی خواهد شد، گروپ ها چی خواهد شد و همه ایشان شاید یک وظیفه داشته باشن، در اصل وظیفه جنگ است دیگه. خب بنامه فرمون که چی رقم تشریح کرده دانستم نتانستم. یک دو، اگر قرار باشد به این کشورها طرف پیشرفت و همون ثبات سیاسی و حقوق بشر و مدنیت و حقوق زن و همون شعارهایی که میگن، پس نیازی به بازی های استخباراتی نیست، باید سرمایه گذاری صورت بگیره، سرمایه گذاری های کلان. خود به خود کشورها و جغرافی ها طرف ثبات میره، هم ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، پیشرفت تمدن میره. خب من کمکی میخوایم علمی رو برخان بگیم صحبت بکنم و تاریخش هم شما تاریخ دور نمیری، تاریخ چند هزار ساله نمیری، تاریخ 70-80 ساله میری. خب بعد از جنگ دومی جهانی، جهان را اینا به سه جغرافیا تقسیم کردن: جغرافیای جنگ و خشونت، آفریقا، آسیا و غیره، جغرافیای سرمایه گذاری یا ترقی و پیشرفت، اروپا جمع جنوب شرق آسیا که چی را برکنون جاپان و که در چند سال آخر چین و سنگاپور و کوریای جنوبی و غیره. خب بعد کشورهای یا برطان بگیم که متشکل از هر دو، از هر برگذاری و خشونت کمپ سوزالیت سابق. بله. خب حالا شما خودتان بگیم که همه جایی که من خودم یک نظامی است، جایی که نظامی و عسکر و استخبارات میره سرمایه نمیره، اونجا آیا با پیشرفت به انجام هست؟ وظیفه جنگ، وظیفه استخبارات و اردو سرمایه گذاری نیست. بله. پیشرفت نیست، وظیفه ایشان خود دیگه چیز هست. بله. خدا کنه توضیح دادم. تشکر بسیار زیاد. باز هم به اجازه شما یک لینا هست، اما ما یک تصادفاً که یگان لینا را میخواییم که جواب بگویم، بیننده های ما هم حق دارن که صحبت بکنن، اما اگر زنگ میاد که نمیگیرم تلفن ها را، شما با عظمت و بزرگیتان بیننده های عزیز ببخشید. بیننده عزیز شما روی خط هستین، بفرمایید. بلی عرض سلام و صحت شما به سلامت. بسیار خوش آمدین محترم ظریفی صاحب، یکی از شاعرهای توانمند سرزمین ما از هرات باستان است. برنامه را دیدم، واقعا شما با مدرایتی که می داشته باشین پیروزی هایتان مبارک میگم. سلامت. برای شما سرکی و سلامتی خواستار هستم و سرد شما به سلامت موفقیت برای شما خواستار هستم. بیشترین چیزی گفتن نیست، به خاطر در جای هستم که گپ زدن به کمک مشکل است، اگر نه که با شما برنامه را همراهی میکردم و همکاری. صرف خواستم که پیروزی زیرا موفقیت ها و همیشه سعادتمندی شما را از خدای لایزازال
خواستار شده و برای شما صحتی و سلامت از الله متعال خواستار است. لذات خوش داشته باشین. سلامت باشین. کدام سوال نداشتین از میمان عزیز ما ظریفی صاحب محترم؟ والا میمانتون واقعا با عزت، با شرافت، با حسن نیت صحبتهای خود داشتن و من همچنان برای از اونا توان بیشترتر خواستار استم در ایران. قربانتان، سلامت باشین. شما خوش میکنم، سلامت باشین، لذات خوش، شب خوبی داشته باشین. خداحافظ. خداحافظ. سلامت باشین. خب ظریفی سه بزرگوار سلامت باشه، همیشه خوش، صحت، سلامت، موفق و کامگار باشه. قربان لطف و محبت شما صدیقی صاحب گرامی، برادر بسیار عزیز من. خب صدیقی صاحب، از اینکه صحبت زیاد در مورد سرزمین زیبایم افغانستانه که عشق ماست، افغانستانه را که واقعا با تمام وجود دوست دارم و هیچگاه نمیتونم فراموشش کنم، در بر بیننده های عزیزم، بر هموطنای گلم معلومات زیاد در مورد دادیم. شما بسیار لطف کردین، بسیار محبت کردین. بیاین که شما را هم زیادتر از این خسته نسازیم، بریم یک صحبت را در مورد اوضاع کنونی امریکا اگر نظر شما را بگیرم، که در امی انتخابات امریکا کدام یک از این احزاب برنده خواهد شدن و شما چی پیش بینی میکنین یا چی در ذهن شما میگذره؟ که اگر پیش بینی نمیگم برای از این که حالا خدای نخواستن نقد نشیم یا شما را نگوین که اینا پیش بین میباشن یا پیشگویی میکنن، نیم. تحلیل شما چی است در وضع کنونی امروز امریکا و انتخاباتش؟ خب پیش بین بودنم کدام کفی بدی نیست، جرم نیست، ولی مثلا شما میخواین در راه برای این از کالیفرنیا حرکت بکنین لس آنجلس بریم، باید پیش بین باشین که در راه چه اتفاقات خواهد افتاد برای شما. خب چی آمادگی ها را شما باید داشته باشین؟ این خوب یک گپی طبیعی است، نرمال است. خب ما در هیچ صورت در هیچ کس آزرده نخواهم شد، شخصا هیچ آزردگی نخواهم شد. من همه را دوست دارم، بشریت دوست دارم، هر کسی که هست در هر جایی که هست، حتما هر انسان برای یک کسی، برای یک چیزی مفید واقع خواهد شد در یک زمانی. به خاطر قابل اعتراف هستن همه گی. ایالات متحده امریکا، آقای ترامپ و آقای و خانم کامیلا هاریس که کاندید هستند، خب یک چیز برتون بگویم که در امریکا انتخابات امریکا را اینقدر مغلق ساختن که اول سر دموکراسی خب واقعا شک میکنه. خب گپ دومی که مردم امریکا اگر 20 میلیون رای هم اضافه بتن به هر کدامی از این، بازم الکترال میگن چی میگن، اونمو تایید میکنه که کی رئیس جمهور شود. خب گپ سومی که چون نظم جدید جهانی در حال شکل گرفتن است، بله، این نظم جدید جهان ببینیم کدامی از این به این نظم جدید جهانی مفیدتر واقع بشه، او را میارن سر قدرت. من نمیتونم بگم مالکی مثلا کیه، میتونم بگم که خانم در کدام صورت خانم هریس میآید، در کدام صورت ترامپ میآید. اینو میتونم بگم، چرا تصویر واضح است. خب در صورتی که جنگ داخلی امریکا و شکست اقتصادی امریکا پیش روی باشه، که اینا خدمت را کردن که پول دیجیتال میارن، امریکا خوب میدونید قرضدارترین کشور جهان است، 34.3 تریلیون دلار همین دو بدهکار است. اگر کم و زیاد نشده باشه، زیاد نشده باشه کم کنه میشه، چون بدهکار است امریکا. در امریکا شما باید یک کار رکنید که این بدهی ها پرداخت نشه. خب یک افلاس اعلان کنید، یک بانکروت بکنید، برای زی باید یک دلیل باید داشته باشه. من گپای چی میزنم؟ گپای تحلیلی میزنم، نه پیش بینی.
مریضی باید یک دلیل و یک منطق و یک سوژه باید داشته باشه. در صورتی که هدف یعنی 100% ای باشه که اینمی دلار تو در 100% جهان فعلا موجود است، در دیپو ها، در گدام ها و بانک های مرکزی، زمانی که شما پول دیجیتال دلار هم وجود بیارین، مکلف هستیم که تمامی دلار خود پس بگیرین و پول دیجیتال برشان بگیرین، عوض بکنین. هر کس که در هر نقطه جهان داره تعهد است، تعهد کشور است دیگه، درست است؟ بله. خب زمانی که بخواین این تعهد 100% برآورده بسازین، اقتصاد آمریکا اصلا اینو نمیتونه انجام بده، اینو مطمئن باشین نمیتونه انجام بده. تریلیون ها دلار است در جهان پخش شده. زمانی که بخواین تعهد انجام ندین، باید امریکا را طرف جنگ داخلی ببرید. در اون صورت باید کامیلا هریس برنده شود که ترامپ و طرفدارای جنگ داخلی را شروع بود. این منطقش هست دیگه. من خود صحبت کرده رایستم. گپ دومی اگر قرار به این باشد باز هم به مو هدف حرکت میکنن، متوجه باشید که یک هدف اینی چیزه، هدف همو برآورده شدن، یعنی تطبیق کردن نظم جدید جهانی و تطبیق پول دیجیتال است. هدف همو هدف اینجا، اگر آقای ترامپ را بیارن در قدرت و کاملا هریس را به حساب بازنده اعلان بکنن، در اون صورت جنگ خاور میانه بسیار بزرگ میشه، دیگه هم بزرگتر میشه. یک دو، جنگ خاور میانه بزرگ شد، نفت و انرژی خوب به حد آخر قیمت میشه. خب مثل که جنگ اوکراین گاز و نفت انرژی در اروپا قیمت نساخته، بسیار زیاد قیمت ساخته، درست است. زمانی که جنگ در اینجا بسیار زیاد شدت پیدا میکنه، یک احتمال، بازم احتمال میدیم، احتمال جنگ بین چین و آمریکا. خب احتمال جنگ بین چین و آمریکا، شما خبر دارین که زمانی که ترامپ رئیس جمهور بود همراه چین بسیار در مناقشه بود. خب در اموال چینایی چندین مرتبه ای گمرک را بالا بود، خب تبعاتی داشت برای چین. ما از بودی چیزش میبینیم، از بود بین کشورها، نه از بودی کلان، از این که بزرگتر نه، بین کشورها را بازم بازی کننده خوب هم بازی کننده است که غلام ها را جنگ میندازه گفت یک آن. اینجا محتمل بین جنگ چین و امریکا بازم به فروپاشی اقتصادی امریکا باید بانجامه، که امریکا همین توان دادن اینقدر اسعار خود را که در جهان پخش کرده نداره. بله. در اون دوره چی میشه؟ حالا ببرتم یک دلار شما را اینا با 25 سنت تبدیل میکنن، یعنی خب تجربهش وجود داره، من باز مثال هایش هم میتونم در تاریخ براتون بگم. اینا تست کردن، قبلا این را تست کردن که کلگ شاهید است. بله. من را خواب میکنم که 40 سال قبل میری. خب این در اون صورت اینا را، یعنی یک دلار شما را به 25 سنت تبدیل خواهم کرد. خانستونی را توضیح بکنم. در سال 1992، خب اگر اشتباه نکنم، بعد 1992 بود فکر میکنم، 91 شوروی سابق از هم پاشید، 92 ساعت 9 به یه شب اعلان کردن که روبل دیگه چالش نداره. نو به یه شب خب ده بار اعلان کردن، اگر تا 12 شب کسی تبدیل کرد بعد از 12 شب اعتبار نداره. این عملی ساختن، این تجربه را اینا دارن. مردم چی کرد؟ مردم چی کردن؟ پول نوچل ساختن. بله، پول نوچل ساختن. همه اگه سرمایه خود را داشته خود را امو قصه است که در بالش داشت در جای داشت از دست دادن، همه اگه از دست دادن، همه اگه مردم فقیر شد. اینجا ریفورمی را که میخواستن به نام ریفورم بیارن، یک تعداد
سرمایه دار شود و یک دفعه الیگارشی به وجود بیاید سرمایه دار شود، هدف او بود. اینا او را بالا کشیدن، مردم را غریب ساختن، کشور را بردن از سوسیالیزم طرف کپیتالیزم. ایخو تاریخی که ما به چشمای خود دیدیم، گفتی اگان تا به گوشای خود چنیدیم، شاهدش بودیم، شاهد عملیش بینم در امریکا ای را محتمل میدارم، بسیار محتمل میدارم که امی پروسه را باز هم در ایجا تطبیق بکنن به شکل دیگرش، بله، به شکل مدرنش. بله. شاید نگن که یک پول از دلار ناچل است، ایتو نمیگن. شاید که به امو پول به گفته شما شاید یک دلار را به 25 سنت مقایسه بکنن. ممکن اینو یک تست دیگه هم کردم. خب زمانی که خبرست بود فکر میکنم یا یونان بود، اگر من اشتباه نکنم 16 یا 17 سال قبل زمانی که اینا به اتحادیه اروپا پیوستن، اینا افلاس شدن این کشورها، درست؟ بله. هر کسی که در بانک پول داشت گفتن که تو باید از این پولت، فکر میکنم که یا 25% یا 75% پولت باید مال دولت شود. این را من هست باید مطالعه کرد دیگه، من مطالعه کردی میره ولی در یادم دقیق نمونده که حال بیرندگان مرا نگن که تو فیصدیش بالا و پایین بودی، ولی بسیار مردم سرمایش از دست دادن، پولشون را نتانستن بگیرن. در اینجا هم تجربه شده، یعنی در اروپا هم تجربه شده، در 16 سال 17 سال قبل هم تجربه شده، که تونست که کار نو باشه. یعنی من تاریخ شوروی روسیه را گفتم، روسیه، تاریخ یونان و قبرس هم براتون گفتم. شده این کار، تونست که این کار نشده باشه. شاهد این گفته شما ما هم هستیم، در افغانستان هم همی عمل انجام گرفت که پول دوستومی می گفتنش، پول دوستومی را جمع کردن که ما به یاد دارم یک بار رفته بودم افغانستان، بچگکم خرد بود و یک خریدی بزرگی از پول دوستومی را این طفلا گرفته بودن، در روی اولی برامده امرایش ساتری می کردن، بچگکم می گفت که مادر نمیفهمیدم که بی بی جانم میلیونر بوده، مادرم در کدام جای مانده بوده این پولا را، وقتی که اعلان کرد دولت این را فراموشش شده بود که تبدیل کنه، او پول ناچل اعلان شد، با او پول ساتری میکردن و این میگه مادر نمیفهمیدم که بی بی جانم میلیونر بوده، این قد پیسه دارن بدیگه. واقعا این گپای شما امکانش هست؟ خالی از امکان نیست. در امریکا چی ترامپ بیاید چی کامیلا هاریس بیاید، بله، دو چیز بسیار محتمل است. یکی قحطی، متوجه باشند دوستان ما، دو زیر آب بردن بسیار شهرهای، از بین بردن بسیار شهرها توسط طوفان و سیل، و بلند بردن سطح آب، یعنی توسط تکنولوژی هارپ سطح آب را بالا میبرن، شهرهای ساحلی پس میخواد. بیاییم که یکمک صحبت کنیم سر ایریا 51 و امیال چی حالت به فلوریدای امریکا است، امی طوفان های بسیار شدیده که امی طوفان طبیعی است بسیار، یعنی طوفان متوجه باشیم این از خلیج مکزیک برآمده، از بحری آزاد داریم، از خلیج مکزیک آمده. لطفاً دقت باید کرد. من مسائل علمی از این طوفان ها را نمیخوام، حتی نمیخوام، مطالعه نکردیم در این مورد، تحقیق نکردیم، بله. ولی از خلیجی تو یک طوفان نمیباره که اضافه از 200 مایل سرعت داشته باشه، چرا خلیج بسته است. بله، طوفان هست. جالبی هست که چندین چیز در عین زمان صورت گرفته در فلوریدا. طوفان شدید است، ما شما گردباد میگیم، نی؟ گردباد به حد شدید و بسیار که به سرعت میره، گردباد است و آبخیزی که خیلی قسمت های زیاد آب تخریب کرده از فلوریدا را، که واقعا برای انسانی که صدمه میبینه قلبا متاثر میشم و آرزو میکنم که این مصیبت ها اثر
بشریت به خیر بگذره و بگذارن که بشر قبل از این آگاهی را داده بود. بله بله شنیدیم. ما در صبح بله ما کاملا طوفان ها و بلای طبیعی فوق العاده زیاد میشه در جهان گفته بودیم. دو دلیل اساسی داره، چندین دلیل اساسی داره، بیشتر هم گفتیم. چون نظم جدید جهانی را با کم کردن نفوذ اینا آغاز میکنن، واضح است که تلفات اینطوری را در پی داره. گپ دوم که هست که امو مسائل چی میگن نظم جدید جهانی را که میخواین بیارن، فقیرتر شد قبولتر میکنه. بله. ضعیفتر شد قبولتر میکنه. بشریت راجع به بشریت گفتی تا دارم. گپ سیومی که هست زراعت از بین میره، بازم زراعت از بین رفت چی میشه؟ بله. مواد غذایی بگه خواه کم میشه و طرف قطعی میره. طبعاً دیگه نه تنها در ایالات متحده آمریکا، در اروپا، در اروپا شرقی، در چین، در هند، در همه دنیا، در همه جای زراعت نابود شده روان است. در پالوی ازی نفت و مواد رساننده لوجستیک، یعنی لوجستیک، تامین کننده لوجستیک، این هم باید قیبت شود. اینا دست ببینید زنجیر واری است، دست به دستی هم میتن. شما زراعت از بین میبرین، کم بسازین نفت و گاز و ایچیزا را که قیبت ساختیم، به حساب لوجستیک قیبت میشه، لوجستیک قیبت شد به حساب مواد غذایی خود به خود قیبت میشه، هم کمچین شد هم قیبت، توان خرید بشریت بسیار کاهش پیدا. صدیقی صاحب، چند سال پیش ما از طریق یکی از دوستایم در یکی از سمینارها دعوت بودم که ما تصادفاً امو وقت بیمار شدم و یک عمل جراحی صورت گرفت و نتانستم که من شرکت بکنم. اینا به خاطر از این که اینمی موضوع در البته این سیمینار در آمریکا بود اما به سطح جهان بود که از دانشمندای چندین کشور جهان میخواستن که این سیمینار را دایر کنن. به خاطر چی؟ به خاطر از این که اینا همه چیز از نیروی یا از شعاع آفتاب میخواستن که زیادتر سرش کار بکنن، که استفاده بکنن که از بنزین یا از نفت دیگه استفاده و قدر صورت نگیره، تا ای که میخواستن که هدف اساسی از اینا ای بود که بشر به یک آرامش ببرن. اما من نمیدانم که همین موضوع از همین سیمینار از اینا به کجا رسید و امروز به گفته شما ببینین که ایران، امی جنگ خود ایران یک جنگ تصادفی نیست یا یک جنگ واقعی نیست. ممکن که به خاطر ذخایری که در ایران هم وجود داره همچو یک دسایس را راه اندازی بکنن برای بلند بردن قیمت نفت در جهان. دیگه یک گفتی دیگر میخوایم پر یک اشاره دیگر بکنم. بله. چرا از ما اینطور است که ما دقت نمی کنیم؟ خب بعضی گفت هست که باید دقت بکنیم و متوجه شویم. مثلا هوش مصنوعی را اینا آله کشیدن، درست است که چند سال بشه، 4-5 سال بشه که هوش مصنوعی را کشیدن و رو باید کشیدن. باید هوش مصنوعی موجود نبوده. هوش مصنوعی بوده آقا جان، بوده. هوش مصنوعی ای است که اینمی تیارهایی که شما پرواز کردین در طول سالها از سال 50 به بعد کلی از این با هوش مصنوعی آراسته شده به نام افتاپیلوت یا پیلوت اوتومات. پیلوت ها که میشینه پیلوت اوتومات فعال میکنه دیگه، تیاره 10 ساعت پرواز میکنه، از مسیر خودم خارج نمیشه مگر این هوش مصنوعی نیست. پورا تشخیص میده، تیاره همجوار خود تشخیص میده، زمانی که تیاره دیگه خطر به این نزدیک بشه پیلوت بیدار میکنه. این هوش مصنوعی نیست. بله دیگه ما شما نمیدادن، نمیگفتن. بله معلومات برای بشر، معلومات عظیمه. برای من میگن تو چی ثبوت داری که تکنولوژی در اون زمان بوده؟ چی ثبوت داری؟ اینی ثبوتش. بله پس بله گفتم با معذرت. پس در مورد طوفان فلوریدا که صحبت کردیم ما و شما، من هم وقت دیدم که طوفان با گردباد شدید و آبخیزی های بسیار خطرناک، یعنی اگر این حالت طبیعی باشه
تنها زلزله میشه. در سابق همه قسم بود در حالت طبیعی، یا تنها مثلا سیل میه، یا تنها طوفان میه، یا تنها گردباد، اما این چهار چیز یک جا که میه طبعا در ذهن انسان اینمی چیز خلق میشه که این ساختگیست دیگه، حتما این ساخته دست ممکن بشر باشه، نخواد که به حالت نرمال و طبیعی. در یه اواخر شما دیدیم که طوفان ها بسیار زیاد شده. واقعا بله، تغییر اقلیم، سیل ها زیاد شده، جاله زیاد شده، در تمام نقاط جهان که اکثریت که مطبوعات خودشان ننگن، یعنی مطبوعات کنترلشان بودن ننگن، اینمی این سوشال میدیا و مردم از تک نگذارن در سوشال میدیا. 90% از این توسط تکنولوژی اجرا میشه. اینا توسط تکنولوژی آب بحر تا 300 متر بلند میکنن، تا 300 متر. بعد شهرها را میتونن زیر آب ببرن توسط تکنولوژی. بله، ما شاهد از این هستیم که صدیقی صاحب چند پیش در باران مصنوعی که ساخته بودن در دبی، که دبی چقدر وضعش خراب ساخته بود، او خب باران خود که از جانب خداوند نبوده باشه خب طبعا نبود، او باران بود که ساخته بودن چون به خاطر سردی هوا که هوا را سرد بسازد، اما بی خبر از این که غافلگیرشان کرد و ایج نمیتونستن جلو و از او را بگیره و او را استاب کنن، که او بیخی ثابت است که یک باران ساخته شده بود دست بشر نه طبیعی. در آخرین دقایق برنامه قرار گرفتیم، میخواییم که یک کمک با وجود که شما در صحبتهایتان همیش شنیدیم میفهمم که شما لطف کردین، اما بیننده های ما ممکن مردمان باشند که شاید امو صحبت شما را نشنیده باشند از دیگر رسانه یا از طریق میدیا، در مورد ایریای 51 بسیار مهم است برام، اگر یک کمک صحبت کنیم چطور میشه؟ ایریای 51 به خودم نرفتیم اونجا، خب ولی معلومات دارم که اوی است که ایریای اشد محرم است. تو نزدیکش ما رفتیم اما ما هم داخل شده نتونستیم. اشد محرم است، هیچ هواپیمایی که بخواه که اونجا بره نمیتونه بره، بله. اجازه نداره. و اونا اون ایریای 51 و 52 مربوط 52 رو نو ایجاد کردن در کانادا، در کانادا است، بله، اونا 52 بله مربوط گردانندگان جهان هستن. جهان چطوری مدیریت میشه؟ چند خانواده محدود هستن، اول یک خانواده اصلی هستن که گرداننده جهان هستن، بعد اینا این خانواده یک به بچه های کاکای خود شرق دادن که مدیریت کنن. با ساده ساده گفتن رایست کنم. یپ دوم، کمیته 13 نفری دارن که کمیته استراتژیک تمام برنامه و پلان گذاری هایی را که گروه های تخنیکی دارن، خب ساخته های بسیار بزرگ دارن، اونا تهیه و تدوین میکنن و این گروه استراتژیک تاییدش میکنن. 13 نفر. بعد میاید این شنیدین دیگه کمیته 300. بله. کمیته 300 زیر دستی از اینا کار میکنه. این جمله سرمایه‌دارها و یا فامیل‌های تاثیرگذار در زیر عضو کمیته 300 هستن اکثریتشون. فامیل‌های تاثیرگذار که نام اکثریتشون مردم نمی‌خوان. از ملکه الیزابت شروع می‌کنه تا آخر. بعد کشورها بیان به این کمیته 300 هم خودش مستقیم نه، نیادهای کمیته 300، یعنی مثل ملل متحد، مثل سازمان جهانی صحت، مثل IMF، مثل بانک جهانی، مثل مثلا شورای امنیت، من هم میخوام که این نیادها دیگه توجه زیاد است که من اگر نامش را بگیرم، این دولت ها برای از اینا پاسخگو بشن. ببینید دولت ها این گردانگر چقدر ضعیف هستن، دوست چندم میشن اینا. بعد برنامه ها کلشان یکی برنامه های بزرگ استراتژی که مجبور هستن تطبیق کنن. اگر این مسئله مطبوعات هست، اگر این مسئله یعنی در سطح کلان ما گفت بزنیم، نه بله. یعنی یک فیلتر بشانه نگه در سطح کلان گفت بزنیم، اگر این مسئله فارمسی هست که همون واکسین رو گفت سخن در بر بگیر، اگر مسئله اقتصادی هست کلگیشان، مسئله بانکداری هست کلگیشان،
ببینید کلگی جهان به یک سیستم میداره میشه. بله. این بانک‌های مرکزیشون، بانک‌های مرکزی اکثریت کشورها پالیسی IMF تطبیق میکنند. متوجه هستین؟ IMF نهادی است که برای از اونها پاسخ میده. بانک‌های مرکزی جهان بدون موافقه IMF رئیس بانک مرکزی خودم مقرر کردن نمیتونند. پس شما چطور میگوین که کشور مستقل است؟ پالیسی اقتصادی و پولیش که اساسی ترین و ستون فقرات یک کشور را تشکیل به یک جواب را تشکیل میده از اونا میگیره دستوره، چطور میتونه مستقل باشه دوستای عزیز؟ بازم این دید هست، جهان بینیم هست، معلوماتیم هست، هر کسی میتونه موافق نباشه. اون نظر هر انسان آزاد است. برای من مثل که من نام نمیگیرم، نمیگم که من قاضی نیستم، من قضاوتگر نیستم در مقابل هیچ شخص و افرادی، هر خبری خود نمیگم. بله. برای این بگیریم این جهان بینیم هست، بلی بعضی ها ببره به گفتای ازیر قبول نکنیم. من میگم گفتای کل اگیر قبول کنیم، اما با خیرت، با اخلاقیت. ولی از منطق باید آدم استفاده بکنه. صدیقی صاحب محترم، این گپ آیا حقیقت داره که میگن موجودات از دیگه سیارات در ایریای 51 آمدن و با انسان ها اوج یک جا در تعامل هستن؟ آیا این حقیقت داره؟ سال هاست که اینا ارتباط دارن، سال ها. بله. خب از شما پنهان میکنن، آیا از شما پنهان نمیکنن که یعنی گردانندگان جهان کی هست؟ براین چرا نمیبرن دمت باز؟ چرا نمیگن؟ چرا خود نشان نمیتن؟ چرا امی پالیسی های دارن؟ چرا ایران نمیبره که ما دوست اسرائیل هستیم؟ اسرائیل نمیبره چرا دوست ایران هستیم؟ ما برادر هستیم، چرا نمیگن؟ مگم نمیبینین که ما برادر هستن؟ و حالی کم کم خب برای تا روشن شده پایش اکی اینا برادر هستن. بله بله، خود امی جنگ اخیر کاملا ایره برای همه انسان ها ثابت ساخت که همه در شاک است که وقتی شما با هم جنگ دارین و با 300 ممکن نزدیک به 300 راکت بگوییم یا هر چی که اسم بگذاریم که ای آمد در مقابل هیچ کدام خسارات نداشت یا هیچ کسی را در خوش شکر که از بین نرفت. ما هیچ طرفدار از این نیستم، هیچ انسان را نمیخوایم که از بین بره. من انسان برش احترام دارم، دوست دارم، بشر بر من قابل احترام است. اما ای ثابت ساخته بلان اما قسمه که معلوماتی که من مثل شما دارم در ایریای 51 آمریکا که هست، صدیقی صاحب بیخی در نزدیکیایش که میرین در اوج ساختمان ها را میبینین که متفاوت هستن. امی خود ساختمان هایی که در اوج بنا شده مثل ساختمان هایی که مثلا در ایریایی که ما زندگی میکنیم یا دیگه استیتای امریکا نیست، کاملا متفاوت با یک استایل های دیگه هستن که این اما قسم ما برداشته که دارم فکر میکنم که این به خاطر امی موجوداتی که از دیگه سیاره آمده، شاید که این به تغییری که آمده در خود امو ساحه بر ساختمانش به خاطر از او باشه یا چه قسم. و در نزدیکی از او خب واقعا رفته نمیشه، نمیتونیم نزدیک شده که اگر بریم هم اوجه ما بریای 51 و 52 مربوطی گردانندگان جهان هستن. بله، اونتا در خاک امریکا و در خاک کانادا. خب شما فکر میکنین که به زودی یا خود به مردم معرفی میکنن یا نه افشا میسازن یا نه؟ هدفتان گردانندگان جهان هستن؟ بله، گردانندگان جهان. بله بله،
نه اینا به این صورت خود اونا مخفیستن، اونا اصلا در جایی نیستن که کسی با اونا دسترسی داشته باشه. هیچ رئیس جمهوری، هیچ پاپی، هیچ شخصی با اونا ملاقات کردن نمیتونن. اصلا نمیتونن، اصلا دمو جایی که اونا زندگی میکنه حقی رفتن ندارن و نمیتونن برن. ده هزار کیلومتریش نمیتونن برن. بله. خب بسیار خوب، واقعا که یک برنامه بسیار خوبی بود، برم بسیار خوشایند بود. اما صحبت‌های شما واقعا که صحبت‌های بسیار آموزنده و پر از معلومات که ما می‌خواهیم امی کشور عزیز خدا، جامعه خدا، مردم که ما خدای نخواسته ام مردم خدا نمیگیم، یک تعداد از اعضای ملت ما به خواب هستند. می خواهیم که با این قسم برنامه ها و پروگرام ها از خواب غفلت بیدارشان بکنیم و اینا را بفهمانیم که آل جهان به کجا روان است. ما نباید دیگه یک قسم خدا هر آلتی که سر ما بیایم ما خدا همونطور خاموش بگیریم و هر چیزی را که سر ما تعمیل کنن ما او را تعمل کنیم دیگه. برنامه واقعا بر ما خوب بسیار خوشایند بود، مطمئنن که بیننده های عزیز هم از این لذت بردن. در قسمت آخر برنامه رسیدیم، اگر که شما کدام گفتنی دیگه داشته باشین با بیننده های ما در خدمت هستیم. در غیر از او که وقت پربهای شما را دیگر عزیز زیادتر نمی گیریم و می خواهیم که برنامه را به پایان برسن. یک چیزی را میخوایم خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم که هر زمانی که ما به او خیرت رسیدیم که ما هیچ چیزی را نمیفهمیم، هیچ چیزی را نمیفهمیم، یعنی یک مقوله فلسفی را میخوایم خدمتتون عرض بکنم. اون مقوله فلسفی هی است که چطوری ما متیقین شویم، یقین پیدا بکنیم که درست میفهمیم. بله. هیچ زمان یک آدمی فهمیده، یک آدمی دانشمند، یک آدمی کسی که مطالعه میکنه، سرچ میکنه، تحقیقات میکنه، او به این باور نمیرسه که چیزی را میفهمه. این جمله ما به این باور رسیدیم که نو تازه به این باور رسیدیم که من نو در کودکستان آگاهی داخل شدیم. نو در کودکستان آنقدر معلومات هست، آنقدر جهان مغلق و پیچیده است، آنقدر به حساب در این عصر تکنولوژی که مطبوعات است که باید آموخت 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 و بالاخره آموخت. هنوز هم کم بود است. یک دوم که همیشه دوستای ما یک نظر دارم که هر قدر میتونن کنجکاو باشن و بیاموزن تا به اون خیرت و آگاهی برسن که حتما رسیدن اکثریتشان از ما که به مراتب بالاتر آگاهی و معلومات دارند که به مو خیرت که رسیدن که من هیچی نمیفهمم، او زمان یک چیزی فهمیدن، او زمان یک چیزی آگاهی حاصل کردن تازه. خب من تشکر میکنم از شما، از تلویزیون شما، از دستندرکاران برنامه و پروگرام شما و از تمام مطبوعات عزیز و نهایت و گرامی که برنامه های ما را پخش میکنن و مسبب تشویق ما میشن و از بینندگان نهایت عزیز که با کمال میل صدها هزار نفر، اگر میلیون نگوییم صدها هزار گفته میتونم که در سر تا سر به حساب جهان میبینن، دو ساعت بخواه یک پروگرام ما یک و نیم ساعت یک ساعت میشینن، وقت میگذارن، میبینن. خیلی خیلی ممنونشم. سپاس از هر فردشان. خیرت نیار و مددگارتان. قربان لطف و محبت شما صدیقی صاحب بزرگوار، برادر نهایت عزیز ما، که میفهمم در اوجا ساعت ممکن 11 شب شما شده باشه که در این ناوقت شب شما وقت خود به ما گذاشتین، به جامعه افغانیتان، به ملت رنج دیده و درد کشیده ما گذاشتین. یک افغانستان آری هست، جنگ و ظلم و ستم و استبداد، از شما سپاسگزاری میکنم.
خداوند اجر تمام ای زحمات شما را براتان نصیب بگردانه و ما واقعا که ممنون شما هستم که شما این برنامه را با ما داشتین. دیگه احترامات به تمام اعضای خانواده محترمتان میرسانین. وقت خوب و خوش بر شما آرزو میکنم. ممنون از بودن شما در این برنامه. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب بیننده های نهایت عزیز و گرامی، میریم به یک وقفه کوتاه و دوباره پس برمیگردیم اگر اتاق فرمان یک آهنگ روی دست داشته باشن و به نشر بگذارن. بسیار خوش میشه. Thank you.
پروگرام میخواییم که امی کامنت های عزیزا را که با بسیار محبت و لطف نوشتن حداقل ما باید از اینا هم قدردانی بکنم از عزیزای ما که در یوتیوب ما را بیننده هستن و از اردو چینل سهیل تیوی و افغانستان یویس انترنشنل تیوی ممنون همه شما عزیزای خود هستیم. برادر نهایت عزیز و گرامی ما اسلمی صاحب بزرگوار بسیار خوش آمدین، قربان لطف و محبت شما عزیز خواهر. خواهر عزیز و گرامی ما نجلا جان کارمند گرامی، خرسند هستم که شما خواهر گل خود در برنامه دارم. از کامنت های بسیار زیبا و پر لطف و پر محبت شما جهان سپاس. محترم احسان جان صافی، برادر نهایت عزیز و گرامی، خرسند هستم که شما هم بیننده برنامه ما هستین. مطمئنم که از برنامه لذت بردین چون شما شخصی هستین که زیاد علاقه من به همچه مسائل هستین. و همچنان برادر نهایت عزیز و گرامی، یکی از برنامه سازهای بسیار مجرب، یکی از شخصیت های بسیار بزرگوار ما، عبدالقیوم جوارخیل، شما را خوش آمد میگم، قربان لطف و محبت و مهربانی های شما. و همچنان محترم سلطان جان ابوی، برادر نهایت عزیز و گرامی، قدوم شما گلباران که در برنامه خواهرتان تشریف آوردین، خوش آمدین، سلامت باشین. و همچنان برادر نهایت عزیز و گرامی ما باختر خراسانی، یکی از شاعرای توانمند، یک ادیب، یک شخصی که واقعا در ادبیات و زمانی که امرایشان هم کلام شوین باز میدانین که تا کدام اندازه و سرحد میدانن که ما از اخلاصمندایشان هستم و همیشه که اینا را ملاقات کردیم واقعا ازشان آموختیم.
شما را خوش آمد میگم برادر نهایت عزیز و گرامی، خواهر بسیار عزیز و دوست داشتنی. یکی از گوینده های موفق رادیو تلویزیون ملی افغانستان که اینا خانم فوزیه جان شهاب عزیز و گرامی هستند که با برنامه های بسیار ناب و زیبایشان که همیشه بیننده برنامه هایشان هستم، واقعا که برنامه های زیبایی دارن که در رادیو تلویزیون وطن. شما را خوش آمدید میگم خواهر عزیز و گرامیم، قربان حضور شما که شما در این برنامه حضور دارین. برادر نهایت عزیز و گرامی و یکی از شخصیت های بزرگ افغانستان که نماینده خانواده بزرگ بهره هستن، اینا محترم مخدومشای زلمه بهره هستن که شما را خوش آمد میگم، قربان لطف و محبت تان. خواهر نهایت عزیز و گرامی بلقیس جان زرابی، شما خوش آمدین عزیز دل خواهر، یکی از شخصیت هایی که همیشه در خدمت جامعه افغانی خود بوده و واقعا کارکردهای شما ماندگار است، این خدمات شما بر ما قابل قدر است که ما روز پیش هم اعلان امی چای را که شما آوردین تازه از افغانستان که او از سرزمین ایرات باستان انتقال یافته تا به امریکا و به ایرمیتان، این عزیزا یک چای بسیار آرام بخش آرام کننده هست که شما میتونین از تمام دکانهای افغانی و از دیگه دکانها هم میتونین که ایره به دست بیاورین. و همچنان برادر نهایت عزیز و گرامی ما نور، شما خوش آمدین، بسیار لطف کردین، بسیار محبت کردین، قربان لطف و محبت شما. محترم سنان صاحب عزیز و گرامی، شما را خوش آمدید میگم، قربان لطف و محبت شما. از همه کده جالبتر بر من ای است که صاحب جان صفدری هم تشریف آوردن در این برنامه یا در این پروگرام. خب عزیزان دل، امروز برنامه با مهمان نهایت عزیز و گرامی من محترم جنرال صاحب جمال عبدالجبار جمال ناصر صدیقی که واقعا سخنان بسیار جالب داشتن، یک آگاهی برای شما می رسانن. اگر مثلا شما یقین کنین که من اگر صحبتایشان تایید می کردم، من هم مطالعه می کنم هر موضوعی را که من اگر تایید کردم، یقین کنین که من از مطالعه که داشتم و آموخته بودم و امیر درک بودم که اینمی قسمت ها را که اینا صحبت میکنن واقعا امی گپ ها ما خواندم در یک جانه که در چندین کتاب ها مطالعه کردم در موردش آگاهی میتن. ما نباید که مثلا خدای نخواسته اینا را تغییر و توهین بکنیم. و یکی از کارکردهای دشمن بزرگ ما اینمی است که میخواین ما را در خواب غفلت نگاه کنن، نمیخواین که در حالی که عزیزان دل اگر ما شما ببینیم بزرگترین فلاسفه های جهان از افغانستان عزیز ما است، بزرگترین دانشمندا ابو علی سینای بلخی، فکر کنین که پدر طب دنیاست، از کجاست؟ از کدام سرزمین است؟ از همون سرزمین ما و شما عزیزاست. همه قسم بزرگترین شعرهای را که اگر ما اشعارشان، بیدل صاحب از افغانستان، یعنی بیدل صاحب بیخی با تمام به حساب چی براتان میگم که قندی آقا را خداوند غریق رحمت بکنه که یکی از بیدل شناسای بسیار معروف ما بودن. و ما کتاب را که به قلم خود نوشتن در خانه ما است، ما داریم او کتاب را که قندی آقا
نوشته کردن. در اوجا بسیار معلومات ها در مورد بیدل صاحب، مثلا ما در بسیار جا مطالعه کردیم در موردشون، مولانا صاحب بزرگ بلخ و بسیار دانشمند های دیگیره که اصلا اگر ما و شما دقیق مطالعه بکنیم، باور بکنین، یقین بکنین که کاشف امریکا، شاید عالمی گفت من یک دستیسه جور شوازش، کاشف امریکا باور به خدا کنین که من در تاریخ در پانتون خوانده میره، از دلم نمیگم. استاد ما استاد خوشحال نام داشتن، اینا در آلمان تحصیل کرده بودن، بر ما تشریح میکردن و میگفتن که در جمع کسانی که از کاشفین امریکا هست، یک کش افغان خود ما و شما بودن که اینا آمده بودن و امریکا را کشف کردن. یعنی بزرگترین شخصیت ها را در اون سرزمین ما داریم، داشتیم، تا به حال داریم، اما میخواین که ما و شما را درگیر جنگ، در اینمی فقر و بدبختی، در اینمی حالتهایی که بالاخره در این اواخر قسمی که شعار انگلیس است که میگن تفرقه بیانداز و حکومت بکن و همه قسم تفرقه اندازی، علاکه من پشتون نیستم، علاکه من تاجک نیستم، این نیستم، و به می شکل به می شیوه ما و شما را میخواین که نگاه بکنن. اما ما باید که با همچو شخصیت های سر میخوریم و میشنویم، ازشان یک چیز را میاموزیم، بیاریم در برنامه های خود. ما مورد خدای نخواسته نمیگم، خدا نکنه که میمان ما، یعنی شخصیت ها را مورد تمسخر قرار ندیم، بشنویم، بیاموزیم. اگر خدای نخواسته جایی را اشتباه میگن، بریم سرچ کنیم، در موردش معلومات کنیم، امرایشان در جریان بگذاریم که دیگه در این مورد صحبت مثلا زیادتر نکنن. اما معلومات هایی که اینا دادن همیش واقعیت هاستن، همیش واقعیت هاست عزیزا. امیال همی طوفان های فلوریدا 4-5 حادثه طبیعی در عین زمان میفتن، امیال که میگن راست میگن، پیش بینی هستن. فکر کنین که اگر یک آلت طبیعی باشه، او را چطور میتونن که اینا پیش بینی بکنن که همی کالیفرنیا ما را میگن زیر آب میشه؟ خب علم است، نظر و علمی که خود اونا تا به اموج پیش رفتن، میتونن حاکم هستن که سر امو گپ خود میتونن که امور عملی بسازن، آنها طبعا که میگن دیگه امی چیزا را. خب از موضوعات و مسائلی که آرزو میکنم صحبت شد، شما بهره برده باشین و خدای نخواسته اگر در کدام جای صحبتهای ما مورد پسندتان نبوده باشه، مرا به عظمت و بزرگیتان ببخشین و از بودن شما با ما تا این لحظه سپاسگزاری میکنم. من یک سروده تازه را نوشته بودم، باید یکمه که دست بزنم، اما من فکر میکنم خیر بیاین با امی آلتی که انوز تازه نوشته شده، امی دیشب نوشتیم، باز بخیر در آینده ها پس دوباره اگر بعض جایش اصلاح کردم. یکی از سروده های آقای بهشتی عزیز ماست که در وصف مادر نوشته بود، با پخش امی دکلومی خود برنامه را هم به پایان میرسانم. عزیزان دل، میخوایم که امی سروده ایم با وجودی که از نظرم تکمیل نیست، بازم غزل از بهشتی عزیز ما بود که ما او را مخمس ساختم، مخمس گونه. میهن میهن وطن نوای ترا بوسه میزنم، میهن وطن نوای تو را بوسه میزنم، با یاد تو هوای تو را بوسه میزنم، چوپان و آیهای تو را بوسه میزنم، در گوش من نوای نی و مولوی خوش است، مادر بخوان صدای تو را بوسه بزن.
مادر بخوان صدای تو را بوسه میزنم، دستان با صفای تو را بوسه میزنم. هر جا که میروم تو ای جستجوی من، و ای حرمتم نوای دلم آرزوی من. فریاد تو صدق و صفای گلوی من، آواز من عیاد من و ای آروی من. مادر اگر دوباره تو آیی بسوی من، یک عمر خاک پای تو را بوسه میزنم، یک عمر خاک پای تو را بوسه میزنم. آباد من، عیات منی خانه هت شوم، بس ناله ها کنم که دیوانه هت شوم. پرواز کن لحظه تو نزد من بیا، قربان آن خمیدگی شانه هت شوم. مادر که خاک پات مرا نور دیده هست، قربان آن خدای تو را آفریده هست. رنج بشر و ماتم دوران رسیده هست، آسوده هد به گوشه تنها خزیده هست. آرامم و هوای تو را بوسم، آرامم و هوای تو را بوسم، هوای تو را بوسم میزم. خوب عزیزان دل، از حضور شما میریم تا برگشت دوباره. امن شما نازنینا را به خدای لایزال امانت میکنم. انشاءالله پنج شنبه هفته بعدی با دفترچه از شعر سخن اگر عیاد باقی بود خواهم برگشت. هر جا که شب از شب شما بخیر، هر جا که روز از روز بخیر. خدا نگهدار، تا دیدار. و ممنون از سوال جان با یه ام از زحماتش که واقعا زحمت میکشن. ممنون لطف و محبتش.
تیر عاشقی در بچانه که قلم بره I say.